سایزم سلام عرض میکنم شفیع یارستان. امروز 13 ماه جون سال 2020 میلادی است و ما باز هم میزبان نظرات، انتقادات، پیشنهادات، دعاوی و حتی دشنام های شما هستم. اوضای مملکت ما روز تا روز تاریکتر و خونالوتر میشه، هموطنهای ما کشته میشن، به شمول یک تعداد که ملا بود و عالم دین، اگرچه من خودم شخصا با عالم دین باور ندارم، اما با این باور دارم که ما نمیتونیم انسانها را بکشیم به خاطر عقیدهشان. ملاها متاسفانه اینا ویکتیمایز شدن، بازیچه دست جامعه بودن که در او تولد شدن، در او کلان شدن و باور کردن که به همی طریق به جامعه خود میتونن کمک کنن. اینا سالها رفتن اوسانه های سرمنگسک آموختند به نام دین و به نام خدا، دوباره آمدن امو اوسانه های سرمنگسک با مردم یاد دادن و یا باور کردن که گویا برای خداوند کار میکنن. از هیچ چیز اینا دریغ نکردن برای از این که کارمندای مؤسسه خداوند باشن. در مسجد خدا میفروختن، در فاتحه خدا میفروختن، در نکاف خدا میفروختن و جامعه را از نقطه نظر فکری ملوث ساخته بودند و ساختن. اما با همه از این، ما با کشتن ملاها نمیتونیم وطن خود نجات بتیم. اگر شما به ترکیه ببینین، به اتاترک ببینین که یک قتل عام کرد ملاها را، اما امروز ترکیه به همو جهت در حرکت هست. این اینجاست که باید تغییر بدیم. انسان دوباره به انسانیت باید برگردانیم. اعتقاد به یکی یک خداوند است کار بد نیست. یکی تو اعتقاد کنی که خداوند قار میشه اگه دروغ میگی، این بسیار کار خوبه. یکی تو باور کنی که به کس را اذیت نکنی به خاطر که خدا قار میشه، یک کار بسیار خوبه. ای که تو عبادت کنی برای از ای که یک انسان پاک باشی، یک کار بسیار خوبه. اما ای که خدا بفروشی و جنت بفروشی و دوزخ بفروشی و مردم نفرین کنی و در دست اولادا کار بتی و به نام جهاد رایی کنی و کشته بری مردم، که در واقع امی ملاها بانی امو هستن. اما در عین زمانی که اینا جامعه را بازیچه ساختن، خود از اینا بازیچه از امی جامعه بودن. 1400 سال در این جامعه مردم بازیچه نظرات شده به نام خدا. دین به کجراه رفته، خدا به کجراه برده شده، پیغمبر به کجراه برده شده، قرآن به کجراه برده شده و اینا تنها و تنها در زیر پای مردم، در زیر ایزم ماندن و آتش زدن. اما خودشان مسجد گرم و گدا آسوده در یک قلمرو کوچک و کلان خود به اندازه توانشان پادشاهی ها تشکیل داده بودند. هموطنهای ما یک یادشان عدس و قیاس میکنند که گویا یه زد غنی بوده و دیگه یه زد پاکستان بود. بسیار بازی میخورین، یا زد هیچ کس نبود. ما اون تلپایش هم ماندم که عیاز نیازیش در پیش رئیس جمهور هم تا کلین را که پیش موتروان استاد میشتین هم تا استاده خنده های ناقی میکد و گپایی که خنده نداشت و او خود عالم بشریت تیر میکد و دودسته استاد بود. قنبه های مرا سلاخایش شما نمیبینین، ولی مدل میشه که برای این مملکت گریان کنم غنی میگه. اما شما به ما امر کردین که سنگدل باشم، بنان ما سنگدل هستم. و ما اینمی ملا رو میبینیم که در پیش رویش استاده است، کلی نراواره
یک بار آقای مفلح در مسجد خود علیه غنی اعلان گپ زد و زیاتر بر علیه قتل و کشتارا و گفت ما سلام میگیریم. ما امو وقت تقدیر کردمش، گفتم برای 3 ماه ما بر علیه تو گپ نمیزنم، حتی تا آخرم که آمد که بر علیه ما گپ بزنه ما کوشش کردم. نمی وقت آخر که آمد سرم گپ زد، گفتم یک چیز است که نمیمانیم که بر علیه گپ بزنم، برو دیگه همی بست است، اگه مناظره میکنی بیا، اما بسیار کم میایی به خاطر از اینکه تو یک بچه که صنف 2 ما توره میتونم آمد بازی بتم تا تو ملاقات بتم تا پیش مردم کمی برو، اما اگه خواستی مناظره اینا بیا. اینا عوض از اینکه بر علیه کسایی که وطن آتش میزدن مصروف باشن در افغانستان، اکثر از یا بر علیه ما مصروف بودن که ما میگم اینی قرآن بگی برای بهبود زندگی امروز مردم استفاده کن. در قرآن آیت است که هر آینه ای کتاب برازی را این نکدیم که شما در مشکل بفتیم. یا خودشان در بالا 6 بودن، ساعتشان تیر بود، ولی مردم دیگر حتی در امی زمان اگر عزیز مفلح و عیاض نیازی می فهمیدن که در مملکت ما چی می گذره کشتنه می شدن. امروز قرنطین بود در افغانستان، یک مرض مدهش به نام کرونا در افغانستان آمده، یعنی اینا باید دروازه مسجد محکم می کردن موقتاً تا که مردم بیچاره نمازگزارا به این مریضی مصاب نشن. خودشان خدا بالا می شیش، اما نمازگزارشان در معرض یک خطر بسیار کلان بود، اما به صحت و مردم توجه نمی کردن. کل فکر از یایی بود که در پای منبر ما مردم بیاید، بازار ما باید چوک باشه، و به این خاطر حتی به او هم اینا به زندگی امو کسی که نماز می آمد پشت از یا می خواست اینا احترام نمی کردن، به خاطر که عادت کرده بودن در یک بازار شگوفا. و این میگپایی که میزنی گپای از یا اصلا بیماناترین گپا بود، اما جامعه ما یک جامعه عقب مانده بود بنان گپای از یا گپای اوشار و گپای قابل پذیرش بر مردم بود. یک آن دفعه مردم میگن که چرا اینا را کشتن، یا ایزد پاکستان نه اصلا. ام وطن عزیزم، اگر تو تاریخ اسلام بخوانی، اگر یک بار تو تاریخ اسلام بخوانی، هیچ سوال برات نمیمانه که چرا این ملا و ملا را میکشه، چرا این مسلمان و مسلمان را میکشه. تاریخ اسلام تاریخ قتل، چپاول، تاراج و کشتار بود. حضرت محمد مسموم شد، این تاریخ توسط یک دختر یهودی یا خانم یهودی که رسول الله مبارک فامیلش به قتل رسانده بود، شوهرش به قتل رسانده بود، اولادایش کشته بود، خودش برای خود زن گرفته بود، مسموم کرد رسول الله را و به امو مریضی باز رسول الله فوت شد. حضرت علی به دست عبدالرحمن که یک مسلمان دیگه بود ضربه خورد، به امو کشته شد. معاویه به امو ترتیب. حضرت عثمان توسط کسایی که از مصر آمدن که گفتن تو اسلام به کجرا بردی کشته شد، ما بین خانهش و حضرت علی و اولادایش متهم شد به کشتنش، که گویا اینا دست داشتن با اونایی که آمدن، اونا را بازی ها خوارج میگفتن، گویا از اسلام برگشتن، در واقع اونا مسلمان های بسیار خوب بودن که آمدن عثمان کشتن. حضرت عمر ضربه خورد به امو کشته شد. اگر شما برین در جنگ که صفین، 80% کسایی که قتل حضرت محمد یک جای بودن، مکلانا که ما شما صحابه کرام میگیم، اونمونا کلش در بین مسلمان ها که یکی دیگه خود جنگ کردن کشته شدن. اما ما تاریخ نمیخوانیم، ما به این چیزا ارزش نمیدیم. ما که میگم اسلام دین قتل و کشتار و چپاول و تاراج شده، شما باور نمیکنین. از امی خاطره که من میگم بیایی که امی کتاب امی رقمه که خداوند میگه که ما امی کتاب را این نکدیم که شما در مشکل بفتین، بیاییم که امی را به خوبی استفاده کنیم. امی چیزای از امی که امروز به درد ما و شما میخوره که یک جامعه مرفه داشته باشیم، امی را بگیریم
و اساس جامعه امروز خود امیر تفسیر بکنیم بر خوبی زندگی خود. شما کدام ملا را دیدین که دمی سن مسجد خود یک زراعت کرده باشه؟ اموجه یک دو بوته بانجان کشته باشه؟ اموجه یک دو تا درخت میوه کاشته باشه؟ هیچ. کدام روز دیدین که خیسته باشه خیشابه کنه؟ کدام زنبیل بگیره خاک ببره؟ نه، دم بالا شده و هرچی که از دلش میگه و مردم هم بینی که نمید شده، یک روز میگیرانن مردم، یک روز میخندانن و یک روز هم سرشان جنت فروشی و خدا فروشی میکنن. آیا ما متاثر نیستم از کشته شدن از یا؟ متاثر هستم، ما حق نداریم کس را بکشیم، اما با گپ ما میتونیم اینا را هم نجات بتیم. اینا هم در واقع در این جامعه زندگیشان زار شده به خاطر از اینکه اگه اینمی عیاض نیازی بسیار آدم هوشیار بود، یکی را ما باید اعتراف کنم، آقای عزیز مفلح همچنان، اگه عوض 15 سال که اینا در عربستان رایی شدن و در الازهر و غیره و غیره که اوسانه سرمنگسک یاد بگیرن، اگه یا رایی می شدن در یک جایی که یک حقوقدان شوند، یک نویسنده شوند، یک دکتر شوند، یک ژورنالیست شوند، سیاستمدار شوند، شما باور کنین که اینا مردای درختای پرثمر جامعه ما می بودن. اما اینا حتی سایه بیدام نداشتن جز بر خودشان، جز بر جیب خودشان. اما مردم توان و فهم ازیر نداشتن که اینا را درک کنن. اونم داره، اتحاد شما قار میشین، اتحاد شما دو میزنین. اما ما ایرا میفهم که 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد شما بسیار خجالت زده میشین. ما منصفانه سر از یا گفت میزنم. از این خاطر در برنامه امروز ما برای شما میمانم که شما بیاین نظرتان رو بتین. دو زدن کدام کار رو حل نمیکنه؟ اینم یا هر روز میگفتن کل نفس ذائقه الموت، دمی سر مرده هر کس کل نفس ذائقه الموت، که گویا ما نمیفهمیم معنای ازی که هر کسی که زنده است یک روز میمیره، یک گپ عادی است، کلگی ما یک روز میمیریم. یاد اینمی مردم هم میترساندن کل نفس ذائقه الموت، یک روز میمیری، یک روز چی میشی؟ بازدهین دیگه قبر که میایی کی کته تو میره؟ هیچ کس نمیره، زنت مالت نمیره، پس چی میره؟ عبادتت، عبادتت کجا؟ در مسجد. در مسجد که میایی باید خیرات بتی، باید پیسه بتی، باید ملا سیر باشه که تو رو به عیس آدم خوب ببینه. بازده سر عدیره میان که اگر این خنفر شاید بته که آدم خوب بود باز خدا میبخشش. از یک سو ما باور کردیم که در سر دو شانه ما 2 نفر یا 2 فرشته را خدا شانده که نشته کده برای که ما چی میکنیم. از یک سو اگر 40 مسلمان شادت بده که یه خوب آدم بود خدا میبخشش. چی؟ یعنی چی؟ ما چی را راستی باور کردیم؟ من آن وقتی که ملای نواز میکنم آقای فواد فواد که میگی لعنت لعنت، اینه بیا بیادم اینجا گپ ده که چرا ما خوینه به دلیل گپ میزنم. چرا ملاها جرات نمیکردن که بیاین؟ چرا ایاز نیازی تا که مرد جرات نکرد؟ اونو ما کلیپ شماندم که سرم گپ میزده کمت دم عمومی، اما جرات نکرد. وقتی که ما ویدیوهای شماندم سرش تفسره کردم که میگفت وقتی که زنت امرای چی کرد باز بزن کمرش منتا نشکنان، بزن زنت بزن. اما رسول الله گفته که کمرش نشکنان. اونمو رفتار است که ما با خر خود میکنیم که نصیحتش میکنیم، خر میره در آد سر جوال ماندیم گرنگ بیچاره نمیتانه میل همه اوسو میره که در جان یک از بخوره، میگیم اوش بغل. اونمو نصیحت هست. خر که نفهمید باز چی میکنیم؟ یک شلاق میزنیم. یا یک یاد از او چخکا داشتن که در جان او بیچاره گور میکدن. خونمو گپ عیاض نیازی بر زنای نمی بود که بزنش. رسول الله منتها گفته که کمرش زن نشکنن. مثلا از عیاض نیازی ده ها برنامه داشتم، در این وقت ها سرش گپ نمی زدم به خاطر کوچیزا دیگه تیر شده بود، مردم تشریح کردم. اینم حالا چی میکنم؟ همی هر کسی که شفی از خدا بترس، اینم ما از خدا میترسم. ایجا مردم ها به خاطر که تو قاتل قابل مناظره نیستی،
یا مرا میگن تو قابل مناظره نیستی. خب خیره، شما خو معلومات دارین. ما خو هر ملایتان که آمد یک سلی که زدم دمش پایین شد، گوشایش کشال گریخت. مناظره همی هست. مناظره این نیست که تو با آدم کنی که او رقم تو باشه عین نظر. مناظره با مخالفینه. از این خاطر یک آدمی که مطرح است، من امروز به عیس قطب دیگه از یا مطرح هستم در جامعه، چی اینا قبول کنه چی اینا قبول نکنه، من قطب دیگه از اینا هستم. مناظره تا حال چند تایشان گفت از سر اون ملا کتم به تا اون ملا کوثر که در افغانستان گفت که آمدم، باز گفت نه شاگردارم، من امتحان دارم، من نمیتانم. اما ترکایی دیگه را از یا اون کتم به میگفت که تو باید بیای عربی بخونی، تو باید احترام کنی، تو بایی با برو بیادر. مناظره با می میشه که مردم با مخالف خود. اینال من لین باز میکنم، شما میتونین که زنگ بزنین و امرای هر چیزی که دارین میتونین از طریق فیسبوک. غوث‌الدین نشته کده لعنت لعنت لعنت. غوث‌الدین جان آل خو لعنت با استادای تو شد، آل خونه رفتن امو دوتا در مجایی که از بسیار خوش هستن، شما باید خوش باشد. دوست هزم روی خط هستین، دوست هزم روی خط هستین، بفرماین. بله خب، احتمال داره که شما نیستین در ایجه. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. شفیع سلام به شما میگم. سلام عرض میکنم خواهر عزیزم، بفرمایید. ما برنامه تون میگم به یک قسمتی که در اسم پرزنتیشن کردی نظر دادیم. من سال 2008 امرشون یک اینترویو داشتم. بله بسیار خوب دارم، بفرمایید. سوالای من چون من یک پیپری داشتم برای فاکولتا در پوریز میمینیتم به اسلام و نشدن ها، من سشون سوال کردم به چیزایی که اینا برای من گفتن کاملا زده نقید بود که آنچه که اینا به ویدیوهای خود و در منجب میگفتن. بله من سشون پرسیدم که شما در ارتباط با خانما چیزهایی که در پشت منبر میگین کاملا متفاوت است از چیزی که شما امروز به انترویو گفتید. پاسخشی بود که 99% یا شاید هم کمتر مردم افغانستان سواد ندارن. اگر من از پشت منبر استاده شوم و اصل چیزی که امروز در شما میگم اینا برای مردم بگویم اینا مرا کافر گفتن، اصل ما باید پولین مندازن. بنابراین من یاد دارم که چیزی که سرجت جامعه و سواد جامعه را میپذیره من باید بمونه کنم. باز من چون سوال کنم پس شما اسلام را میخواییم به مردم تشریح بکنید یا آنچه که کچال و فرخن در افغانستان رو به پذیرفته؟ بله گفت ما ناگذیر از این چیزی که مردم را قبول میکنن کاملا. و مثلا خونه چیزای دیگه است که من تا برشون هم دارید اصول مصاحبه من و از اون پیپر مندی بود که باید همه چیز دیکار بکنم. ولی متاسفانه ما در یک جامعه فریلانس قرار داریم که مردم به جای دیگه واقع در بپذیره حمله میکنن سر چیزهایی که هیچ به دردشان نمیخوره و هیچ آگاهی هم ندارن و اصلیت از اینا را بسیار سخت است برشان که بشناسن یا این که بشناسن نمیخواین بشناسن. بله من فقط یک معلومات کوتاه که خواستم بدم و من این قدارم دارم کوشش میکنم پیدا بکنم از من حرف میشد و یک روز دیگه من نشد. شما در لین امرای ما باشه ننوزن نمانین خواهر ازم. من همیشه میگم که یک رهبر هوشیار کسی نیست که پشت مردم بدوه که مردم امروز چی میگه امو را بگویه که خوب معلوم شود. یک رهبر هوشیار که میتونه ناجی مردم خود باشه با اتستاد باشه در جای خود با نظر خود. یک آدم هوشیار چیزایی را میبینه که عوام و ناس نمیبینه. بنابراین تو پشت عوام و ناس نمیدوی،
تو با مردم میگی که در او سنه رو اینی سو برو کوجه در چا مفتی. مردم ها قار میشه از نافامی دو میزننت میرن اکتیادش مفته. دگراش دویده دویده میایه بعد از او که باز میگی اینی کار کن میکنن چون به عیس آدم اوشار قبولت میکنن. اما میگه پره که شما بر عیاز نیازی زدین. ما بر شما میگم که 99% ملاقا پای مرا که میگم یا میفامن یا خوب صحیح میفامن که نمی شفی ایار آفرین به جرات ازی و با منطق ازی که مقبولی را تشریح میکنه. اما عیاز نیازی نمیگه پش صحیح است. اونم اون مولانا که میگه من گنگ خواب دیده و خلق تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. اونم اون را اینا تا آل سرمشق خود گرفته که من گفتنم میتونم و شنیدنم میتونه. باید استاد چی؟ زمان ما زمان است که ما گفته میتونیم و مردم هم شنیده میتونه. میتونه مردم قارشه در برنامه مسایی کنه یک تا دمیال دو میزنه. ایچی ما نداره که مردم دو دیه ما گپ خدا نزنه. ما میزنم. ایاز نیازی عزیز مفلی متاسفانه نتانستن در جامعه ما کمک باشن به خاطر از اینکه ترسیدن. این میگه به که خودت میزنی ایره من 100% قبول دارم که ایاز نیازی گپ زده. خب مردم به سواد است. اینه خلاص این فکر کنیم کاملا و از یک طرف خود عادت مریضی میکنن که ما برای دین تبلیغ میکنیم. پس دو چیزه داشتن به سر من بعد یک حرف بگوی و بعد از اون وقتی که من مصاحبه خصوصی تو من برش تشریح کردم گفتم که من ایره ریکارد میکنم به اینی خاطر از دینی موضوع حرف عادت تکس مسیج نوشن کردم برشان از طریق وقتی من نماز گرفته بودم این تو چیزی نبود که گم باشه برشان بله. و داشتن دو چیزه فکر میکنم بسیار خطرناک است. نه تنها من انتقادم برای دکتر نیازی بود بلکه برای هر کسایی که میخوان جامعه هم هندوستان معلومات دینی بتن باید اول اینا صادق باشن. کاملا اینمی کار را که شما کردین یک تیاد دیگه هم کرده. جامعه ما یک جامعه کاملا غول نبود که هرچی که اینا بگوین قبول بکنن. اما اینا برای هر کس یک دلیل میگفت مطابق مزاج از اون. مثلا ما مزاج مردم را نمی بینم. قار میشی خوش میشی ملاستی مولاییستی زد دین استی من یک جواب دارم برای تو میتونم به اساس معلومات خود و تجربه خود. اینا با مزاج مردم جواب میداد. کت کافر که میشتن خواه چی کنیم دیگه جامعه همه تر از دیگه ما هم باید که تزیا باشیم خواهی نشوی رسوا امرنگ جماعت باش. ما به او عقیده نیستم. ما میگم رسوا شو خیر امرنگ جماعت نباش. جامعه را باید تغییر بدیم. ما نمیتونیم امرنگ جماعت باشیم. وقتی که هوشیار هستی تجربه داری میفهمی امرنگ جماعت نباش. مردم هوشیار جماعت را تبدیل میکنن. به همین خاطر است که ما 1400 سال به عقب ماندیم به خاطر که ما از تغییر در جامعه میترسیم. مردم قار میشه، مردم هوشیاره، مردم میفهمه. امروز قار میشه خیره، دو سال بعد که اتصاد میشه. ما بسیار خوشحال هستم از معلومات شما. بسیار تشکر. روی خط هستین دوست عزیزم. روی خط هستین دوست عزیزم. خب دوست عزیزم شما میتونین زنگ بزنین و کسایی که میخواین دو بزنین ضایع میکنین وقتتانه. اصلا در این بازار کس دشنام نمیخره، بیماناست. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. آقای ایار سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالا؟ خوب هستین، خیلی خوب. فضل خدا. ما برنامه شما را همیشه تشکر میکنیم و خود برنامه اسلامی، سیاسی، اجتماعی هر کسی برنامه میگیری خودت؟ بله. بله. زنده باشی، تشکر. مردم کمک میکنی، کسی که نمیفهمه فهمونه، کسی که میفهمه از نظر یک چیز برداشت میکنن. بله. من یک پیشنهاد به شما داشتم. شما
مثلا مثلا یک کسی ایار میدین یک سازمان بدون برنام سازمانی ها. بله. اگر خودت خدای ناخواسته یک بود مریض میشی یا رخصتی میدی یک کسی نیست به جای توی کارنامه را پیش ببره دو میشی ایره خودت تا به تو مثل حکمت های یک کسی باره منحصر به خود ساختی فقط مربوط خودت است نه مشاوره بدیدیم نه کدام کسی که در جایی باشه دو میشه من به شما بسیار احترام دارم که خدا به استفاده قلم نشد نه خانمتان یک روز در صفحه حاضر نشد چون خود از حقوق زنان دفاع میتونی یک روز بیاد در خانمی تو بیشینه و از حقوق زن افغان دفاع کنه اگر در پیشوی پرده نمیه برش اجازه نمیده پشت پرده سوای سر بکشه اما اگر پشت پرده نمیه یک پیام نوشته کنه شما بره نخوانی تا این روز اما افغان ها مسلمان ها یک عادت داره در بر زنای مردم دموکرات است بر زن خود غیرتی خدا کن اشتباه این فرهنگ افغان هاست از تمام مسلمان ها این یک روز پیام از خانم شما رو من ایدم در بایی حقوق زن هزارا زن سنسا شد یک روز پشت پرده گفت نزد مثل رادیو اما در صفحه خودش حاضر نشد شد برش اجازه نمیدین یا خودش نمیفاید او مکار شخصی تان است اما به این کلمه که خود به شکل به هر بر مثل برنامه میگیری ضرور است که هم یک کسی جانشین داشته باشه یک کدام روز رخصتی میری مرخصتی میری سازمان به یک چیز کلان است سازمان مربوط به یک نفر نمیشه و خانم تان باید در پالویتان یک روز بیا از حقوق زن دفاع کنه ما اجازه بتن یک دو نقطه نه 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 به هیچ وجه ای انتقاد شما خداحافظ شما انتقاد دوست ما به جای است ما ایر پسانتر میگیرم اما شما در جامعه بد اخلاقی که ما داریم که عکس زنا را فوتوشاپ میکنه چی رسید رسه به ای که عکس اصلیش باشه امیاله دو تا دختر را میگیرن کته نافایی که معلوم میشه کته چی مندازن دخترهای شفیه ایار و هیچ اصلا ما خبر ندارم امیال یک آقای دیگه مندازه که زن شفیه ایار طلاق میخواید به خاطر از این که شفیه ایار همراه خواهر زنش رابطه داره یکی دیگه مندازه عکس خانم ما میگیره که یک عکس بد اخلاقی ازش جور کنه پرته در این جامعه ما اصلا یعنی ما خود در اینجا قربانی دادیم ما همیجا برای کشتن آمدیم خدا حاضر است که ما فاتحه خود گرفتم در اینجا آمدیم اما من نمیتونم فاتحه زن خود و فاتحه دو دختر خود بگیرم ما اون مملکت دوست دارم ما برای نجاتش کل چیز خود میتونم اما من نمیتونم که زندگی زن و دو اولاد ما که اینا در ایجه دخترهایم تولد شده و خانمم در کانادا خورد آمده 7-8 ساله اونا رو ما بیارم در خط پیشروی که به یک از حقوق زن ها دفاع کنیم شما همیال این رمی برنامه ببینین که اکتحاد نفرها دو میزنن اکتحاد چی؟ همیجا ما خانم خود در میجا بیارم برای خانمم دو بزنن دختر خود بیارم برای دخترم دو بزنن یعنی من نمیتونم که کل فامیل خدا بر افغانستان قربانی بتم از این خاطر از شما معذرت میخوایم شما میتونین که ایرا انتقاد بکنین اما اگه در جایی که من هستم باشین یا تشه که در اینجا میسوزه ببینین یه 8 سال بسیار یک جهنم بود ما در یک جهنم درو شدم که مردم از آتش بیرون کنم زندگی خدا دادم بر ازمی حالا شما میگین که خانم امام دیجه باید قربانی بتم دخترای امام قربانی بتم به خاطر ما باید یه اخلاق در جامعه تغییر بتیم خانم مامی علما بر شما بگویم بسیار بر افغانستان امیال کمک میکنه اولی که سعی کنین مرا مانده شوهرش که هفته 40 50 ساعت 60 ساعت مده کار افغانستان هستم یک روز مرا نمیگه که تو وقت ما را گرفتی وقت اولادای تا گرفتی اولادای ما معین رقم شما باور کنین که اگه صد افغانستان بود چند سال پیش دخترکم رفتم ایجار پیسایش خورد بود پیسگکایی که مانده بودش همی کل از ایره در بانک رفت لود کرد 180 دلار روی کرد خانم مر ما از پیسه کمه که در کار خود میگیره از او کمک میکنه
از این که زیاد نمیتونم، یعنی خودم میتونم قربانی کنم، اما خانم خود اولاد خود نمیتونم که قربانی کنم. از شما معذرت میخوایم. و خانم پشت پرده برای افغانا کار میکنه به طرق مختلف. دیگه از این خاطر کم ما و کرم شما روی خط هستین. روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم. روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایین. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایین. خوب هستین جانت تنجور. تشکر. آیا سر دامم محبوب از دنگ برم گفتم که وطن مردم ما تعمل کنه برای یشتر منی در تو به شکلهای مختلف مردم ما را قبل هم کنه برای تو کشتر می و دوران از این چقدر مردم مسافر شد، دعو غرد شد، بلیگه ها چیخ هم کشتر شد و خودش نه مولای مزدوک میمونه و نه دیگر میمونه. امی کل کابینه را که چون کنه کل کابینه شما آدم کشه از ایسی آرام تو کاتلای ورکایی ورکایی که به نظر کسی نمیم مدامی رئیسی شما امنیت چیز فیکونی و دیلای شد فیکون باز یک وزیر داخلش شما خود از دوست چهت میکنه که مانوش نمه که من دیان میکنم این همون که مردم را کشته میره و این که چی وقت خود مردم دارد کنه تو وقتی که خود حالی نمر بوده یا خود مردم را چاری خود مردم مردم باید استاد شد. 40 سال ما در جنگ بودیم، این سخته که از مردم توقع کنیم. دیگه ای که حکومت بسیار قاتله، دیگه ای که شبکه‌های جاسوسی دسایسته که میکنه مردم بیچاره شده. بسیاری مردم تو فکر میکنه که یگانه راه ایست که از وطن بگروزیم، خود نجات ما اینمی است، اما نیست. کل مردم نمیتونه با گریز و زندگی در دیگه مملکت ها. از این خاطر ما باید استاد شیم. اینی 7 سال است که ما بر علیه غنی گپ میزنم. 7 سال پیش ما گفتم که غنی پسترین رئیس جمهور در تاریخ مملکت ما میباشه اگر که قدرت بگیره. از همین خاطر است که ما کار کردیم میریم که مردم بفهمانیم، ولی یک زمان میگیره تا که مردم هوشیارتر شه، تا که مردم خود ددیکیت کنه، قربانی بتن، تا که وطن نجات بتن. اما خود مردم کلید اصلی مردم ها. اگر ما مردم روشن بسازیم، معلومات بدیم، رای حل اموز بفرماین. آره با مردم بشاره و کنگی داره، اما قوصلا با مردم قیلنجی هم بکنم مردم بخنده کامل از این دیگران خوش که میلیونها دلار هم میگیره از کمک های جهانی برشان چپنگ و نمان خوش میده، اما اون خوش که قیلنجی داره که سر دیگه پا فکر کامل یا در این فرنگ برای که مثل از آنها بارو بیده دیمازن کشتشان یا منزه کشتان میگه امیرم دمی کلپه که دیروز ماندم اشرف غنی را ماندم که میگه شما سوراخ‌های قلب ما نمیبینین و مرا شما گفتین که دل ما سنگ باشه، از خاطر من هیچ متاثر نمیشم که شما قتل عام میشین. کلپای دیگه شما ماندیم که میگه مردم افغانستان قتل عام میشین، وقتی که قتل عام شدین اینی امتحان الهی است. یا نیش اگه یک رئیس جمهور در دنیا یک گپ بزنه مردمش تک تکش میکنه که قتل عام مردم خدا یک رحمت الهی بدانه که خداوند گویا رحمت کرده که شما را تست میکنه، شما را امتحان میکنه. اما فهم مردم به می اندازه است. به می خاطر است که من 8 سال است که برنامه دارم و فهم مردم را میخوایم که کم بالاتر برم. مردم که فهمیدن باز خودشان استاد میشن. به می خاطر مردم افغانای ما شما بیقدر شده که در این امسال را برقب کشتر را ایستاد بشه که مختلف با تفیر بیغیرتش میره ازش تشکریان میکنه و استاندارش بله قدر نداره که ما
کامله. من برای شما تشکر میکنم گفته خودم کار خودم خام میکنم برای شما مثل غلام ما آوره فقط ما چیزم باید بله آمدتر است. یاد خوش شدم دوست عزیزم دیگه دوستا رو میگیرم. بفرمایین دوست عزیزم روی خط هستین. سلام عرض میکنم دوست عزیزم. کما که بلندتر اگه صحبت کنین خوش میشم. انوزم پخش هست کما که بلندتر. صدایتان رو من یقین دارم که ادامه بتین میبینیم. بله. به منطقی شما یک قیام تقویستی سیزد درستن اگر لطفا راضی دارید وقت بزنید که چی هست و یه افراد مسلط چطور مناطق شهر سیاسه و درستن و ایش از رفتا نمیدانم و یه تک شما دکتر نجیب و بر گفتین یک سیزد از این تقویستا در جان شما هم نرارد این هم اتفاید نه رسیت نمیفهم که چی گفت از اتا یک چیز من نشندیم که زندگی ما را در اینجا تاثیر بکنه اما طرفدارای آقای نجیب و ما ایستای سیره یاد میگیرند که ما میتانیم مخالف هم باشیم نظرات یکی دیگر را بشنیم و در این زمان صحبت کنیم این وقتهای اول برشان سخت بود ایستای سیره کلگی ما یاد میگیریم روی خط هستین دوست عزیزم بفرماین سلام برسد سلام دوست عزیزم بفرماین زینب حسینی خدا در کنگرس امریکا انتخاب کردن اید در تلونیش دو بله و به یک قسمت مصاحبه شمون میگرشون در امریکا بسیار تبیید است من در این خاطر خدا خواستم انتخاب کنم خب شما فکر کنین آفای آیار ما 20 سال از در امریکا استم یکم هم کتابای دیگه هم یعنی من هم افهم نه نه سید شما تلویزیونتان هم ماندین نه من تلویزیون نیست من خب. خب هیچ دیگه چیز نیست کدام صدای دیگه نیست بفرمایید من 30 سال از منیجه غیر از خارجی ها اگر بیایی من مشتی ها مثل باور کس کجاستی از کجاست این سفید پوستان چیا پوستان و لقه پوستان کنند کس کجاستی مسجد مواز هست می کنیم بریم مسجد بخود مسجد نماز بخوانیم یا بریم یک بار یک پیتر بلند کنیم کس چیز نمه اگر به دوه رو کسی مویای شیعی کسی قواره کامد اینجا ما را بیدی تو امریکای هم نیستی تفل ما میتونه کودکستان مثل همی کاملا کاملا مکتب میتونه پاس میتونه بازی کنه که تفل ما را نمیگه خود ما را نمیگه هم که خود خریدن داری نفی کار داری نفی بیمه داری مثل همی امریکای ها واره بین من افغان امریکایی هم افغان امریکایی میگم و اولاد من امریکایی هستی داشت این را کجا دیدی تبیید است چرا بیه می خانم تبیید دروغ هم میگه اول زمی خانم اینجا آمدی سر کسا برد کرده برای دوستانه ای تو کجو بینی با چون کجو فواره تو هم که آنه امریکا بودن انا داری گرگم شد پس در افغانستان نگفتم قبول دانگل همی که تو را حق دادن که در کانگله خدا کاندید کنی بله ها در افغانستان در دار میدونه کسا نمیمانه که تو در گزار افغانه کار آن کنی ترا مانده که خدا انتخاب آن کنی در کانگرس و افغانستان میدونه این یه اولایی چه به خاطر که اگر از انتحابی چیز من چی خود خدا انتخاب کرد و خیلی چه امامه بارم شاید جناب شدی ایان یک کمر نمی دموکراتون زیادت دروغ میگه و این خانم ها فامیده که حالا بیه همین حزب دموکراتون بیشتر خوب چیز است خوب پیش میگه و بیان خدا در اونجا برد بله آه من همه با اون که خودم رو خراب ساخته ندانستیم جور کردم آمدیم اینجا آره خدا ما مرده در رای به این پارلمان اینجا از یا نده با خدا کوچه و کوچه خواهد آه نه ما برای شما بسیار زیاد تشکر شما رو میمونم اما اگر یک خانم افغان بخصوصی یک هزاره یک پا میزنه که در امریکا تعویض است و از این خاطر چی کنیم غولگریشه به خاطر در امریکا اینمی که تو میتونی حق داری که خود کاندید کنی تعویض نیسته اما در افغانستان تعویضه که به خاطر ازاره بودن تو را نمیمونه که تا گپ بزنی و ای که یک خانم خودت کاندید کنه یک کار بسیار خوبه یک خانم خارجی از هر جایی که هسته یک چیز خوبه منتها ما سر امریکا سر حکومت امریکا و پلانایی که اینا دارن برای مملکت های دیگه کمپانی های کلان سر از اون میتونیم گپ بزنیم مردم امریکا جامعه امریکا واقعا
بسیار یک جامعه خوب، بسیار مردم خوب، و ما والا از این مردم بسیار یاد گرفتیم. یعنی ما خود مملکت خود چی کردیم که از مملکت خود باشیم؟ روی خط هستین دوست عزیزم. سلام علیکم آقای. سلام دوست عزیزم، جور باشین. سلام به شما. نعیم جان گل بفرمایین. تشکر آقای. ما یک نایفم که سوال بگویم در نرده آقای، اگر من در کانداز دیگی میکنم، اگر من یک دانشمند کانادایی امریکایی را چالش کنم در باره هر موضوع و اتنام میکنم که ما را نگرفتا ببینم او را نگریه دیدر مبردی مناظره میکنم یا دیدید میکنم. یک دقیقه نایم جان گل یک دقیقه، یک کس به نام چطور احمدی همی پیهم گفتم میره که کدام نفر است که باید کمک شده کدام جای. اگه یک دفعه دیگه دیدم که رنشته کردی، باز ما از فیسبوک خود خط میکنم تا ای که یک دفعه نشته کنی بسیار خوب، دوستای ما میبیننش. اما ای که پیهم نشته کده بری بسیار یک عمل بد اخلاقی است. هر دو دقیقه میبینم یک نفر است ترکایی، یک نفر است. ای را ما برات میگم که به همون نفر ما کمک نمیکنیم، تنها از خاطر این بی ادبی تو. دیگه دفعه نشته نکو که چیتم قطع میکنم و به همون نفرم کمک نمیکنیم. که یک دفعه نشته کدی دوستای ما در فیسبوک میبینن که کی در کجا و تا حدود همی کارام کردن کمک کردن. دیگه دفعه نشته نکو. بفرماین آقای نعیم، بفرماین. تشکر. من این لاینم باز است برای کل شما. من نمی بینم که زنگ میزنه و به همی ملاها می نمی از این مفلی چالنج کرد آمدم، گفتم قبول بیا. اما برش گفتم که وش کنی که باز بسیار به ایجا می شرمی، یاد نداری مناظره را. دوست عزیزم بفرمایین روی خط هستین. آقای صمدی عزیز خوشحال هستم، خوش آمدین، بفرمایین. دیر مانانا دیر فارمی زنگ بفرستم که اگر سیست کومت چی مکنیم و دیر من بلایت آنو ورسین و بیومت بخارم بیده. دیر مانانا بسیار تشکر. امی هفته دیگه ما بسیار ویدیو دارم، نتانستم اگر نمی روز جمعه اصلا ما او ویدیوها را منداختم. ما واقعا در تقریبا در تمام افغانستان کمک کردیم و دوستان ما در هلمند نه تنها که ما کمک کردیم بلکه اونا هم از جیب خودم پیسه دادن و با مردم کمک کردن. و واقعا یعنی ما شما این عتمی از یک طریق خبر شدین در جلال‌آباد، در لغمان، در کنر، در نورستان، در هلمند، در قندهار. یعنی ما اتنا کردیم که بگویم او ولی پشتونی تاجکی چی هیچ، اصلا برای کلگی اونمو قدر که میدانستیم کمک کردیم. ما تشکری میکنم آقای صمد که شما زنگ زدین و این مسئله را یاد کردین. بسیار تشکر، خداحافظ شما. باشین دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایین. سلام دوست عزیزم، بفرمایید روی خط هستین. سلام، صحت شما خوب است آقای ایار؟ احتراماتی با قبول بکنید. تشکر، سلام به شما، بفرمایید دوست عزیزم. ما بسیار مختصر یکی دو کلمه را بفرستم به ارتباط بحث عرض بکنم. بله. نکته اولی که متاسفانه ما در کمیتا که میریم نیستی را در دوستا شما را دعو میزنن. بله. به عنوان پیامبر دعو میزنن، به عنوان علما دعو میزنن. هر کسی را که دعو میزنن این بسیار یک فرهنگ ناشایسته، بسیار یک فرهنگ یک احمانده است و این
بیادبی بزرگ ما را میخواهد میکرد. بله. و تقاضای ما ایست که دوستان کوشش بکنن اگر مسائلی ندارن در میان بگذارن و اگر ندارن گوش بگیرن که دیگران چی میگن و هیچ جای از این نیست که دا و دشنام و اقاحت به کسی صورت بگیرن. کاملا. ما مطلب دو میره که من به خواست و عرض کنم که بله. مطلبی میره که به ارتباط اسلام بیان میکنی به ارتباط این بیان میکنی کاشای مطالب خوب است و در یک نقطه را ما باید در نظر بگیریم که در مورد پیامبرا به طور مثال وقتی که موسی علیه السلام میرن که پیامبر ظهور میکنن در اون وقت انسانهایی هستند که خود خدا فکر میکنند یعنی در وقت فرعون نه بله و سری سری مردم به ایمان خدا ظلم میکنند و دیابانتی را بسرش میشنند اینای حتی اقل این قابل تمجید از این رستاخیز یا قیامی موسی در برابر یک کسی که خود خدا معرفی میکنه و حاکمی بنا مراضیه این انسان ها و خدا فکر میکنه که حق دارم سری زندگی رو مرگ مردم یعنی اینا در امون مقطع زمانی یک کار بسیار شایستری را انجام دادن یک انقلاب فکری بسیار خوبی را انجام دادن یا در زمان پیامبر اسلام به طور مثال مردم دخترهای خود زنده به خون میکرد تعبیر مجازی به اوجش بود که از در سیاه‌پوستان برده میگرفتند ولی نظام بردگی را ختم کرد مردم از زنده به خون کردن دخترهایشان منع کرد این یک انقلاب بسیار بزرگ بود و از هیچ کس منکر شده نه من منکر میشم از این به اجازه شما مجبور هستم دستر از تفسیره کنم در دین چیزای مثبت منفی از شما گفتین که موسی قیام کرد در واقع موسی هیچ قیام نکرده نظر به قرآن ما بر شما میگم در آیات قرآن است که خداوند وقتی به موسی میگه که موسی در دست چیز میگه عصا میگه پرتو اژدهار میشه مار میشه میگه پس کشک و چی میشه به موسی میگه که برو به فرعون اینو تو بگو موسی میگه خدایا ما والله در گپ زدن هم خوب نیستم والله ما از ما کردم یارو نرایی کو و خداوند میگه نه تو را رایی میکنم باز میگه خیم یارو نکت مرایی کو حداقل میبیادر ما بخاطر ما زبانم کلالک نشه در واقع موسی نه تنها که قیام نکرده بلکه موسی حتی میخواست باورزه و نره و امون کار نکنه اما خداوند برش هم معجزه را داد و دیگه معجزه های دیگه که موسی شد بنان موسی هیچ قیام نکرده قسمی که شما منظورم نیست بسیار ببخشین از شما صمیمانه معذرت میخوام منظورم نیست که ما غلطی شما را بگیرم منتها این می معلوماتی که دیگه میتیم جزء معلومات اکثریت مردم میشه دیگه ای که در قسمت از این که زنها در جامعه عرب زنده به گور میشدن در جامعه عرب پیش از اسلام زن بسیار حقوق داشت و در واقع اگر شما حال خوب کدام کتاب نداریم که در او بریم ببینیم این خو اتهام مات موجود است که آه بله اونا زنده به گور میکرد اما اگر شما ببینین به زندگی رسول اسلام و خدیجه زنش که پیش خدیجه حضرت محمد کار میکرد و خدیجه تمام حق و حقوق در جامعه پیش از اسلام داشت نه تنها که زنده به گور نکده بودش بلکه بعد از یک شوهرش فوت شده بود تمام میراث از او به ای رسیده بود یک زن ثروتمند و تعداد زیاد مردها برش کار میکردن بنان یک سلسله اسناد و شواهد نظر و کتب اسلامی ما یعنی مخالف اسلام نه معلوم میشه که زنا حق و حقوق داشته ما تنها به خاطر از اینکه قبول کنیم که خو اسلام که آمد در او وقت مردم نجات داد در واقع عمت نیست اما در قسمت گپ اولی شما که گفتین دو زدن چی است با طرفداری ما چی با مخالفت ما کار درست نیست اما برای شما میگم که اینمیجه یک ده نفر ها رفته میایه و اینا با فیسبوک های ساختگی اینمیجه زن و فرزن میگه و باعث از این میشه که دیگرها دو دین ما یارم میگم که دو نزن بخاطر اگه دو زدی چی میشه یک نفر میای رسول الله را دو میزنه یک نفر دیگه ما را دو میزنه یک نفر او را بازی یک بد اخلاقی را شما باعث میشه نگه به رسول احترام داری دو نزن تا که ما مردم طرفدارای خدا بگویم که دو نزنین چون که اینا همیشه دو میزنن ما دیگه از او خاطر حال من طرفدارای خدا نمیگم که دو نزنین بخاطر از اینکه اینا با مو دو میفهمن
به نان همون گفه باید برش بزنن پیش آینه استادشان کنن. اینی یک چیز. اما ما همراه شما بسیار هم عقیده هستم هم نظر هستم که دو نزنیم. اگر کدام گفه داریم آن شما نظرتان دادین اینه در اینجا آمدیم ما شما بحث کردیم، اما تو کلگی میتانه که کنه. اگر چیز دیگه باشه بفرماین. تشکر. فقط یه خوب است که شما در این نقطه با ما هم نظر هستیم که داو داشتان زدن هر طرفی که باشه، هر کسی که باشه نمایندگی از همون شرکت مقتدری همون انصاف میکنن. بسیار تشکر. در قسمت اول جامعه بشری خانه ها رو به تکامل بوده و در عصر و زمانی وقتی که یک رهبری به خاطر اشتراک مردم به خاطر رهبریت مردم به ولایت مردم آمده از وضعیت قبلی که در وضعیت بهتری رو برید یعنی تاریخ به عقب نرفته همیشه به پیش را آمده یعنی بله. ما در این متأکد هستم که ما آنها به مراجع دینی و مذهبی بسیار اصلاح تاریخی هم داریم که نشان میده که در هر عصر و زمانی پیامبرایی را که آمدن برای هدایت مردم یا برای راهنمایی مردم اینا یک تحولی در زندگی مردم آوردن. این صرف ادعای دین و ادعای مذهب نیست بلکه تاریخهایی را که ما از زمانهای سابق داریم نمایندگی علی عقاید است. خب ما بپذیریم که بشر در حالت تکامل بوده و هر تحولی که آمده و هر رهبری که آمده نسبت به سابق یک تحولات خوبتری در بشر بر بها آورده. تشکر. کاملا. بسیار تشکر دوست عزیزم. خوشحال شدم. روی خط هستین دوست عزیزم بفرماین. بله شما میتونین که زنگ بزنین دوست عزیزم. روی خط هستین دوست عزیزم بفرماین. آقای سلام علیکم. سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرماین. خوب هستین جان سنگیر. شکر. من روز هم پیغام بزن کمی ایچی تا گوش کرد با بیشتا امامای مسجد اما یک چیز بگم آقای اول اصل چه باشی نباشه یک مسلمان اگر خواهد اگر راجع به خود چیز دخته باشه این باور تو که اونا بسیار امو با بسیار مظلومانه کشته شدن. چطور یعنی از چی نگاه مظلومانه؟ خب سهی که ما باید بگم آقای ایار اگر خدا نکده خدا نکده خودت هم که در افغانستان باشی اگر راجعه از این فاشیستا یا با پاکستانی بیا خود به این کیس تورست و امریکای تورست گوگوی اولمیت ترور نکه کنن. نه ما برای شما بگویم دو سرزم بمی من اینمی که برای بگویم اینمی که برای بگویم که آقای یاد اگر خلیجدان تکیر کنم اولمیت ترور نکه کنم بلا که بارو نام آخدم برای بایدیده میمونم نسونی دست امریکای کم خلاص امریکای نه اردوی ما در امریکا زندگی میکنیم. امریکای ما و امریکای خودت خب بسیار خوب دوست عزیزم. بسیار خوب ما شما میتونیم که با می فکر کنیم که امریکا تو بله ها بسیار خوب خب ایره که امریکایت میگن باشه نه شما باشین شما میگن امرای امریکایت ای امریکای شما نیست خودت هم همیجا زندگی میکنی آقا ایران ما که امری زندگی میکنی این ازی مرک نیست این فرد کن دخواه که سخت مرگه نه ما او رو سوال نکدم نه ما او رو سوال نکدم سوال ما ای بود که مرا پیام گفتم میری که امریکایی یعنی خود تا میجا زندگی میکنی امریکا رو از خودم فکر میکنی یا از ما فکر میکنی ما اگر امریکا خیلی خیلی نزاری که افتار میکنه اصلا امریکا امریکا نیستن یکی نیستان در امریکا نیستن ما سیستیم پایی دارد
بخیر باش. آیا من دیگه این سلام دیگه خوراک نمیتونم. Okay. ما فامیلی کسی پای پای دیگه با دیگه کار کرده. Okay. بسیار خوب. ما بسیار خوش شدم. خودت نمیتونی که کار کنم. تو این پرسنل یا کار نمیتونی. ما به دستی سریم پرسنل دیم. ولی از تو کلیه دو تا که دمیتیم یه دوست. اگه من کاری کردم من دیگه نمیتونم برای کمانه. خب به هر حال ما بسیار خوش شدم دوست عزیزم، بسیار تشکر. امریکا از ما هست، از تو هم از شنردی ما ایجا زندگی میکنیم، اما آیا بخاطر که ما ایجا زندگی میکنیم به هر چیزش موافق باشیم؟ نه. شما دیدیم که اکسیا کشته شد، نیم امریکا خیست، یعنی خود امریکایی سفیده که همیجا پدر تولد شدم موافق نبود. امریکا خوبیش همیست که ما میتانیم ما مخالف باشیم. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایین. سلام آقای ایار عبیب. سلام علیکم آقای عبیب. کت 2000 بیت شعر کجا هستین؟ خب شما آقای ایار به هفته قبل یک طرح پیشکش کردین که به نظر من این طرح شما هم آسان هم ارزان و برای بسیاری از فامیلا و خانواده هم قابل اجراست. کاملا این طرح شما میتونه که در کوتاه مدت به پروژه های خرد و متوسط و دائمتر و پروژه بزرگ تبدیل شود. بله. به شرط که مردم کار و تلاش کنند و از او خواب بیدار شود و این طرح را تحمیل کنند نه تخریب. بله. همونطور که به قول پروین اعتصامی مزدور خفته را ندهد مزد هیچ کس، مزدور خفته را باشین، مزدور خفته را ندهد چی؟ مزد هیچ کس؟ هیچ کس. اوکی. میدان همت از جهان خوابگاه نیست. جهان خوابگاه نیست. خیلی زیبا. شما در قسمت چیزام گفتین که به افراد کمک شود که اگر اونا تلاش کنند، کار کنند. من نظر من اینجاست که یک دیتابیس جور شود، اشخاص کمک گرنده و کمک دهنده در این دیتابیس رجستر شود. بله. مثلا جان آقا از کانادا 150 دلار کمک کردند. بله. اگر خواستن معلومات بیشتر خود بودن در این دیتابیس رجستر شود و در پیش سازمان جهانی ها گذاشته شود. بله. هر کس بتونه اینا را اگر خواست اسم خود را پیدا کنه، کمک گرنده و کمک دهنده از اوستایش. همچنان به نظر من یک فرم یا دو فرم اینجا درست شود، کسایی که میخواین کمک بگیرن. بله. این فرم از فرم تقاضای کمک کنن. مثلا میخواین، میگن ما میخواین یک دستگاه قالین بافی نیاز دارم، این مسئله توش هست، اگر کسی کمک کنند که واقعا اینا بخواهند. به غیر از او اگر آدم هر قدر پول که بتر بله عدر میده کاملا. نظر من اینه نیده. امی نظر شما کاملا بجای است. ما نمیتونیم که مردم را کمک کنیم که خود نمیخواهند کمک کنند، اما مردم را ما باید کمک کنیم که اونا میخواین خود کمک کنن. در واقع ما به مردم یک وسیله میتیم که امو مواد غایطه خود حداقل جمع کنن، در روی زمین خود یک چیز بکارن، امو را ما برات میتیم، مگر توستی که باید کار کنی. من نمیتونم که مردم مفتخور چی کنم بسازم و از خودت پیسه بگیرم، از او بگیرین بخورین، مای دیگه باز بتیم بگیرین بخورین. او یک کار نادرست است و گداپروری است. گداپروری نمی کنیم. از این خاطر امی نظر شما درست است و واقعا امی رای نجات افغانستان است. یک جاد مردم تو فکر میکنه که امریکا کمک کنه، ملل متحد، ایران، پاکستان، خونه کمک کده مزدور ساختید، یکی دیگر تفنگ داده که کشته برین به نفع از او، به نفع از او، به نفع از او. ملایا زیکی میکشه ملا مفلی را دیگر، او را دیگر، کلگی ما در چکچک هستیم برای کشتن هموطنهای خود.
خیبه ای که امور کار کنیم برای وطن خود که دیگه نوکر نباشیم. چرا کسی که نان داد عقیده میتیده، اونو عقیده رو باز به نفع خود استفاده میکنه. امی گفت شما درست هستم، ما امی کار میکنیم. تشکر. بسیار خوش شدم. خداحافظ شما. روی خط هستین دوست عزیزم. روی خط هستین دوست عزیزم؟ روی خط هستین؟ سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرماین. شکر دوست عزیزم، شکر فضل خدا. من میخواستم شفی جان در باره از این رفت مولای که کشتن شد، دیره ما براتان بگویم شفی جان که چرا کشتن شد. بله، به خاطر کشتن شد که در ایران شخص دان افغانی دریان داختن، گرفت بعد از اینکه مردم تظاهرات کرد، گرفت ملاد یادی رو کشتن، سباش که مستقبل مردم این طرف جمع شد و یاد مردم. خب میتر، بله، بعد اون گرفت که این موتر که در داد، افغانا رو که در دادن، رجی گرفت که ملاد نگر رو کشت، اگر این کنه ملاد چی کار دارن؟ از امریکا ملاقاتی کنه، از اول میکرد، ملاقات کنه، از اول میکرد همی خود امریکا یک وقت میره استثمار ایلیس بود و میخواه، این ممارسه نمیخواه که بیده استثمار باشه، خود امریکا که در رفته خودش میخواه که از اشتوب تا ملاقات تا کلگی جسمن شد، او رو میخواه، اگه این میخواه که ختم شد وقت ملاقات ختم میکرد. بله، و این که ختم میکنه کسی که ملاقات میکشد، خاطر از دیمی کشه که باش فکر معلوم نشد امو جنایت ایران، جنایت پاکستان، جنایت مثلا دیگر مملکت ها فکرشان نیست، می دیرک وسوسه را در بین مردم می دازم، می دیرک یک نفر می کنه که باش که خودت مردم متوجه این طرف شده و ایران یاد مردم برد، اگر مردم افغانستان و خود را می دارد، بله، خود را می گم، 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 خود را زیاد نکن تا سمرایت نام خود را مردم طرف داده تا این همی دیر چی کنید مردم به پای بخدا یعنی ایران را خود ایران ندن دیگر در سفارت کل باید تظاهرات کنید تا کنید را که مورده بده تا کنید کشتا شدید تا کنید را بگیره که تا کنید را اگر من دازد اگر دیگر چیز دیگر که باش بگیر مردم نشد چرا این کار شده؟ کاملا ما دیم پاکتی کن نمیگیرم شفید من اپن میره یک دفعه چی کنید که مردم بسیده به پای در در از مملکتی که از به سفارت ایران دارم تظاهرات کنند این همی کار کنید تا امریکا که از ایران خودتان هستی کار تلیفت شد و اونو که چی میتده افغانستان آخر اومد میده سلطه این مردم های ما که میگیره اونو اونو باز مردم میگه کمی کار تلیفت شد کاملا حتی کار تلیفت شد امریکا پاکستان و ایران هست باز مردم رو کامل کنه. بسیار تشکر دوست، تشکر دوست ازم، خداحافظ. خب از فیسبوک هم یکی دو نفر هم میگیرم دوستای ازم، از تلفن چی منوز نمیگیرم، حالا از فیسبوک میگیرم. دوست عزیزم یک دقیقه از فیسبوک میگیرم. بله، سلام علیکم آقای شاه، خوب هستین انشاءالله؟ سلام دوست عزیزم، جناب شاه. خب روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. خدا کنه. آه مربانه. آه بفرمایید. تمام در امان خدا باشید. جور باشید. برنامه عقیده دیدم ممتازه دوست عزیزم در خوشایند، ما همی طرف شما را تقریبا چند سال است که ما در اولی خود در آقای شاه صدایتان از دست شاید نداده باشم اون پخش شده. بله، بسیار جوانانه رو بسید. جور باشین، در قسمت همی کرد و چی ترکاری و درخت ترا میگه نا؟ بله بله، قسمت همی پرگشتی
کچالو و دونجان سیاه و مکده تنظرم رمده بکنم بردارم 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 مسیح شم من قرم هر چیز دارم بسیار یک چیزی خوب است یک اقتصاد بسیار خوب است واقعا اگه می کار را که نه خودت می کنی در اینجا یا ما می کنم امیر در افغانستان هم یا وطنهای ما کنه در می کابل باور کنین که مردم دیگه نه به میوه می مانن نه به ترکاری اما متاسفانه مردم نمی خواهی که کار کنن و باید این فرهنگ نهادی ما گرد نکه بسیار خورد دارم خدا در امو گرد نکه بسیار خورد دارم که از مسئله به تابستان اصلا چیز من نمی خواهیم ترکاری و یکان بله همه شده میاوی خودم هست کاملا اگر تا بخواییم ما اگر بخواییم که زمستان و تابستان از امی کرد بخوریم ما میتانم بانجان مثل کابل خوش کنم رو به شجور کنم بانجان سیاه خوش کنم حتی سیب ما در کابل خوش میکردیم باز یادم است که خام هم میخوردیم میشه پختام میکردیم میشه اما تو زردالو رو ما شما خوش میکردیم در زمستان میتونستیم رو اشکنه جور کنیم مچمچی جور کنیم یعنی مردم زمین در کابل رو یگانه میگه که خانه خورد است اولی نداره قایده یک بستر میتونی یک و چیزا در اوجه کش کنی اما آیسته آیسته باید این فرهنگ با وجود بیاریم واقعا که اما تر از اولی ای تره یکی بسیار یک از طرحهای بسیار جانانه و خیلی خوشایند خداوند از جزی مسیح بتونه بسیار تشکر دستم تشکر خوش براتون یکم سلام تشکر خب لاین باز است ببخشید میتونین زنگ دین راستی ما فیسبوک خدا بازم میبینم چرا دیدم چند نفر زنگ زد خب حالا خیلی دوست دیگه ما زنگ میزنم یک کمه که ناوخ شد بر از این لاین آقای رفیق سادات زنگ زدم باز آقای رفیق سادات پروفایل پکچرشان هم متی یک پکچر انترکایی مثل از یک طرف تک اشاره کنه و آقای سادات یک ربخان خوب ما هستن آقای سادات صدایتان ایچ اصلا نامد سلام دوست ازم بفرمایین روی خط هستین بله بفرمایین آقای رسولی تخلص پدرشان ایجا نشته کده میرن اما ما نمیخواییم او را در میدیا بگویم آقای رسولی روی خط هستین دوست ازم بفرمایین بله آقای ارسانم احترامات در خدمت شما تقدیم میکنم سلام با شما دوست ازم خواهش میکنم بفرمایین ما همین شما خوبا میشه اگر میزن بگیم در قرآن عظیم میشونم فکر خود سوالان اخلا بسرین انسان واینشتاین و معین امیگر هم میزن میگه بر انسان ها مشکل ترین چیز فکر کردن هست بله همین کلیپ آخر تان از این بسیار کار خوب کردین خدا خونه که محفظ شدین اما ما در یک قسمت میگوشم در اگون دکتی که آقای ایار سه محفظی رک ما ساختی من کدامش از 15 میلیون دلار بالا تر از در حال دنج مردم گوشنگی میکشن از آقای مرسود از آقای نبانی از آقای ماشان فاییم و همچنان بچی فرمسی خود آقای ایزتیار یک وزیر برخان یک چیز تیار کده یک چاروی تیار کده بله. شما برین از آقای نسل ملدینا را ببینید که بسیار یک فقیرانه یک جایی دارد کی؟ خب بله آه بله کاملا $5,000 نباشه بله این چیزا را نمیگم که ما این کارا را نکنیم ولی این در وقت میشه که مردم در چیرهایشان خنده باشه آدم خنده ببینه مردم ساعتشان تیر باشه کار داشته باشن نان داشته باشن یک موضوع بله. موضوع دیگر هم که ما خدمت شما تقدیم میکنم برای دیوارهای کانکریتی که ساختن میفهمیم که قرار ایسایی که یعنی قرار وکیل پانامان داد رو تقریبا یک اشار یا 8 میلیارد دلار دمی چیزا مصرف کردن دمی مصرف هدی که ما میتونستیم 6 دانه دستگاه تولید برق در افغانستان با مبلغ 5 میلیون دلار تولید کنیم اینا رو فکر کنیم که چقدر در اونجا
چقدر در اونجا دزیشن کار میکنک، نفر عادی کار میکنک، تکنیشن کار میکنک، هر دفعه 10,000 15,000 نفر خودی محسوس میشه. اینا نداشتن که باید آن برند در اونجا کشته شوند. همین خدمت شما تقدیم میکنم. یک جان تشکر آقای. بسیار زیاد تشکر دوست عزیزم. واقعا مترسته، یعنی حکومت افغانستان اصلا یک حکومت دوز بوده. امریکا و انگلیس اینا یک چی جور کردن، یک ویرهاوز واره گدام در افغانستان جور کردن، یک گدامدار گرفتن به نام رئیس جمهور. از اینجا میگن ما اینا 200 میلیون دلار رای کردیم، او میگه بله رسید، در حالی که 20 میلیون نرسیده. 20 میلیون که رسید باز وا میگیرن، دوزیش میکنن، از او یک 50 میلیونش با مردم مصرف میکنن، 19 میلیونش اونا دوزی میکنن. بنان امریکا و انگلیس مردم خود اول دوزی کردن با این پیسایی که ادعا دارن که ما رایی میکنیم، و بعد از اون مردم افغانستان. روی خط هستین آقای سادات، دوست از این پسانتر شما. امیدوارستم زور سر سلامت باشیم. جور باشین، خوشحال هستم صدای شما را دارم دوست عزیزم. البته آقای سادات یک رپخان افغان ما هستند که در اروپا زندگی میکنن. یکی دوبار ما هم آهنگای زیبایشان را مانده ایم و در این وقتا یک آهنگ هم برای سازمان آب جور کردن و او را البته در می روزا میمانم در برنامه. بفرماین آقای سادات. زنده باشین، تشکر. من میخواستم در مورد همی افغانای ما که در کشور ایران با آتش کشمانده شدن یک صحبت مختصر کنم، خدا کنم که خارج از موضوع برنامه نباشه. نه نه، به هیچ وجه، بفرمایید. ما فقط همون قدر کوتاه میخواییم بگیم که از اگر امین موتره که حامل مسافرین غیر قانونی در خاک ایران مورد بالاخره تیراندازی اساکر یا پلیس ایران قرار گرفت، گیرم افغانای ما شما بسیار واکنش شدید نشان دادن و بالاخره حتی دست به تظاهرات زدن و حتی نمی کم روزی که گذشت در کشورهای مختلف اروپا در شهرهای مختلفش مردم جمع شدن و در این کشور خندق مزدی میکنم در پایتختش مردم تظاهرات بسیار بزرگ کردن و جلو سفارت ایران آمدن و شعار دادن. بالاخره من میخوام که یک موضوع رو بگم که وقتی که یک موتر غیر قانونی و یک فرد سرشاباور از جلو پلیس رد میشه، پلیس او را توقف میخواهد بده، او اطلاع نمیکنه و ادامه میده، پلیس مجبور میشه که به دنبال از اون چند کیلومتر بره و اون همواره بالاخره امر استاد شدن بده، ولی او هیچ اطلاع نکنه، پلیس مجبور شده که تیراندازی کنه. و همونطور که خود پلیس های ایران میگن که ما به تایرهای موتر خیر کردیم و به خاطر سرعت بسیار زیادی که داشت و جاده بسیار داغ بود کرد و این موتر حریق شد. یعنی تا این قسمت اگر ما شما کاملا منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم که هر کشور حق داره این کار بکنه، مثل افغانستان وار نیست، یعنی ایران یک کشور است که در اونجا پاسخات است، افغانستان است که موترها از سرحد دورخم داخل میشه، مواد مخدره را میاره، کسی جرات نداره که اینا استاد کنه، اگر کدام عسکر به اشاره بره استاد میکنه دست کنه از بالاخره از مقامات بالا سرش امر میکنه که موتر باید اجازه پیک بشه. باز موتر تاوت میاد در مسجد یک انفجار میکنه، یک مولا نیازی را میکشه یا یک مولا مفتی را میکشه یا رحمتانه دیگونه های دیگه ما شما را از بین ببرد در کشور ایران خوی رقم نیست از در دیگر کشورهای دنیا. اما یک قسمت شد که باز میشه انتخاب کنیم همین است که وقتی که ایران پولیسش فرق کرد و موتر بلاخره آتش گرفت، در نشینهاش ضرورت سوختن بودن، اینا باید از نظر انسانی و بلاخره خدا مسلمان بگیرن باید که بلاخره سر نشینهای موتر باید نجات میدادن، اما آفشتوگی را باید خاموش میکردم که اینا را بالاخره اجازه دادم که من مردم در اون جزفنگ برد بسوزم. خلاصه منظور مهی است که وقتی که مردم جمع بشن تظاهرات میکنن علیه دولت ایران بالاخره و علیه خود مردم ایران، این به نظر من کار نادرست است. چرا مسئولیت این برمیگرده به دولت افغانستان، به حکومت افغانستان، به کسایی که در افغانستان نتونستن زمینه زندگی را مساعد کنن، زمینه کار و درس و تحصیل را جوانا فراهم کنن، امنیت را نخواستن که بیارن. باشین آقای رفیق، ما نظر شما را ما یقین دارم کل مردم فهمید و واقعا نظر درست است. امی شعر مولانا در واقع صدق میگنه در قسمت افغانا در ایران که میگه کار دلم به جان رسید، کارد به استخوان رسید.
در ایران وضع افغان ها کارد با استخوان رسیده است. 40 سال گذشته است که ایران مردم افغان بیچاره را مثل رمه گوسفند استفاده میکنه برای دفاع از حکومت آخوندی. ده ها هزار از ایران استفاده میکنن و کشته میشن و در خاک دفن نمیشن. اما ترکایی به دفاع از ایران استفاده میکنن. در مقابل عراق آقای خمینی هزارها تاشان استفاده کرد و در مقابل سوریه و در لبنان و غیره و غیره. با امید از اینکه باز ما بر شما یک کارت میتیم که شما در ایران بتانین زندگی کنین و این مردم بیچاره یا عقیده مذهبی شیجاب میکنن یا بسیار در مخمسه زندگی است، اینا او کار میکنن. اگر شما فکر کردین که عکس العمل افغانا در رابطه با می آتش سوزی تنها بوده، این نیست. در واقع اون کارد است که با استخوان رسیده، درد از این بالاخره افغانا در روی کوچه ها انداخت. اگر یک اتفاق میفتید، اگر 2 یا 10 بار اتفاق میفتید، ما یک عکس العمل نشان نمیدادیم. من هم میامدم ایران رو بگویم که سفارت تا آتش میزنیم به هیچ وجه. اما یه 2 هفته پیش در دریا مندازی، 3 هفته بعد در سوی سرک در میتی، برای کلش حکومت ایران دلیل داره. حکومت ایران میتونه بگه خود خاکم غیر قانونی آمدی. بله آمدیم. آیا ما برای حکومت ایران و مردم ایران یک بار نیستیم؟ بله هستیم. در حالی که تمام دنیا اینا را در یک امبارگو اقتصادی قرار داده، ما هم یک بار در سر از یا هستیم. واقعا مزید باید معذرت بخواهیم کلگی ما. اما تحت هیچ شرایط مردم حق نداره که امین نفرت را که در ایران حکومت آخوندی ترویج میکنه باید به می اندازه باشه که حتی افغان در لین برای نان که استاد میشه نمیمانن که نان بخره. یک سمکارت که سمکارت از برای تلفن، یک افغان نمیتونه که در ایران بخره. افغان نکز در ایران افغان نمیگه، طول سگ افغان میگه. بنان این نفرت 40 ساله در ایران در ذهن افغان ها این تورم کرده، به جای رسیده که امروز افغان ها بالاخره در جای ساد شدن. اگر نه ما امیر درک میکنیم و امی خاطر است که ما تا حدود تحمل میکنم جنایات پیهم و سلسله ای را که حکومت کثیف آخونده ایران بر افغان ها تحمیل کرده. حتی بر خود ایرانی ها قابل تحمل نیست. شما یک حادثه را نمیتونین بگوین که در او ایرانی ها را در یک مملکت دیگر در دریا انداخته باشن. سعیست اگر یک موتر برش دستور داده میشه که ساد شو و این نمیشه، سرازی فایر میکنن، تصادفی در تانکی میمره، مردم در او در میگیره، بسیار خوب. اما ما حوادث را دارم که تقریبا 18 یا 20 سال پیش در ایران اتفاق افتید که در میدیا برآمد که یک بچه افغان به یک دختر ایرانی تجاوز کرده. ایرانی ها وحشیانه در روی سرک ها برآمدن، بسیار آدم ها را کشتن و زدن و بستن. از جمله یک موتر سرویس که 60 افغان بود بستن، نماندن که یکیش برای تیل انداختن و در دادن. یک هفته بعد معلوم شد که او دختر توسط یک ایرانی تجاوز شده بود. بنان ای پوخانه است که از آخری پف ترقیده، یا از اولین پف نترقیده، از آخری پف و آخری پخانه ترقیده. اینی مسئله است که ما به این قضیه میبینیم. چیز دیگه اگه باشه؟ اگر سوال خوب شنیده نمیشه، اگر سوال مرا خوب بشنوید که من بازم کم صحبت کنم. اگر سوال زیاد قطع وصل میشه میتونم که مرا قطع کنیم. به صورت من حرفات را کاملا در نظرش هستم. به فکر میکنم که کل مردم ما از این جنایات که در مورد افغان‌ها در ایران و دیگر کشورا برای صورت میگیره با خبر هستیم. اما ما نمیشه که هر روز یک روز بریم یخن ایران رو بگیریم، دیگر روز یخن ترکیه و یک روز یخن یونان. با شما میبینیم که بسیار افغانان ما وقتی که از افغانستان قرار میکنن در این درهای غیرقانونی طرف میشن، در بین ترکیه و ایران رفت میشن، پلیس ترکیه خواهی که بودشون استراحت میکنن رفت میشن. ما نمیشه که هر روز بریم تظاهرات کنیم جناب سفارت ترکیه، یونان، ایران، اروپا. ما باید که یک همه حکومت خود را بگیریم. حکومت ما مسئولیت اینمی بدبختی ها را داره. باید که هر افغانی که یک افغانی که از افغانستان مواجه میشه قرار میکنه، مسئولش نه ایران است، نه ترکیه است، نه اروپا است، نه امریکا، مسئولش حکومت خود با شما است. بسیار تشکر. فقط یک بسیار تشکر. ببینید شما که امی حکومت به خاطر از اینکه امی جنایات خود را
روش پوشش قرار داده باشه و ذهنیت مردم دیگر طرف برده باشه، کلی گیر متوجه همین قضیه ایران بسازه که مردم تظاهرات کنن اما خودشان برن طالبا رو آزاد کنن، طالبا به باز رو انفجار کنن، انتحار کنن. من از این مردمی که در تظاهرات اشتراک کردن یک خواهش میکنم که اما قدر که شما میایین بزن دولت ایران و مردم ایران شعار میدین، یک دو تا شعار هم در مقابل اونمو دولت بالاخره به ارزه بگویم، نمیخوام که چی باید بگویم که باز گستاخ زیاد نگویم که آدم سال گستاخانه صحبت کرد، در مقابل اون دولت که سال غیر مسئولانه در مقابل ملت قرار دارد باید که در تظاهرات شما از یخن یخن دولت دولت باید بگیرید. بسیار تشکر، بیشتر وقت نمیرم آقای یار، بکنم روز خوش میخواید. بسیار تشکر آقای مبارز گمنام، میبینم که در صفحه همیه این معلومات هم تا تکرار مانده میرین، این کار خوب نیست. ما چون خراسان اتو شد خراسان اتو شد، یکان افهم ما که خراسان هم میگیم سر خودمان بعد میخورم و که تکرار خراسان، این فلانی اتو کد فلانی خراسان فلانی خراسان، یک سم میشه که میگی امیره قطع کنم که دیگه ایچ امیره مانده نتانه. آقای فهیم رسولی میگه که شفیه ایار در طویله کلان شده، خود اگر حتمی شما از این خبر دارین و طویله والات طویله زندگی کرده و میفهمه. آقای سبحان فهیم بسیار ببخشین، سبحان فهیم نهی آقای رسولی، شما میتونین که دو بزنین، ما میمانم تانه، اینال مردم کیره دو میزنه، محمد دو میزنه، اسلام دو میزنه، باعث ای کار کی میکنه؟ خودت میکنی. از این خاطر چیست باعث دشنام میشه، از این خاطر نکو ای کاره. اگه چیز داری خواهی نه لین واز است، روی خط است این دوست ازم بفرماین. روی خط است این دوست ازم. بله بفرمایید. السلام علیکم جناب ایار صاحب، به خاطر احترامات تقدیم از شما. سلام با شما دوست عزیزم. خیلی خوشحال هستم دوست عزیزم، بفرمایید. بزرگوار یک دوست وان کاملن تلفن کردن و توصیه کردن که افغان ها در مقابل ظلم و ستم ایرانی ها خوشحال را کردن باید این نکنن و چیزی نباید. بله. ما فقط میخواستم اگر اجازه شما باشه ایار صاحب بزرگوار یک ابراز نظر کنم. بله بفرمایید. ما افغان ها ظلم و ستم هر کی را قبول کنی، از پاکستانی، از طالبای کافر و از هر کسی، از مجاهدین با بخشن و سیستم سال دل مرد درد دارن. ما مجاهدین نمیگم، مجاهدین میگم چون ما مجاهدین هستن. بله جناب عیاس، ما افغان ها با خصوص و اسلام یک دست دارن و اون دستی هست که در دین با شما آمرم دروغ نگوید، توجیه نکنید. این کارهای استخباراتی که بالای مردم ما تحلیل میشه، این همش اجزای اساسی از این دروغ و توطئه است و مردم ما در این دروغ و توطئه دار ماندن و هر چیز، هر ظلم و ستم بالایشان تحمیل میشه و اینا بی خبر در یک تاریکی و همینطور این دوام دارن. بله. حال رای بیرون از این ظلم و از این ستم اینمی است که مردم ما متحدانه در مقابل هر ظلم استادگی بکنن. اگر ایرانی بالای افغان، یک تن افغان ظلم میکنه، حتی یک سیلی میزنن، باید در کابل مردم تظاهرات بکنن، سفارت ایران را بسته بکنن، سفیرش را باید از افغانستان خراج کنن تا روزی که اینا اصلاح شدن. و اگر عین کسی، اگر طالب کافر یک سرباز ملت افغانستان را شهید میسازن، باید ده ها تن از زندانی های طالب در سر بازار کشیده شود و دار داده شود یا در نصف مردم سپنده شود تا مردم اونا رو سنگسار بکنند و مجازات اعمالشان برفانیش. شما ببینید ایاس بزرگوان که طالبات
مجازات که شدیدی که برای شهادت میشه 20 سال است یا 12 سال است این چی رقم سال است اینا فقط طالب وقتی که با هم میشینند میگه که برو اگر رفتی در جنگ در مقابل سرباز ملت اگر کشتی زنده آمدی غازی استی اگر رفتی مردار شدی شهید استی و اگر گیر آمدی زنده آمدی بیری میمان استی میمان دولت استی پلو خوری بله. این باید تغییر بکنه جناب ایار سید کاملا امی این چیز ما و شما برای سال هاست که میگیم و مردم ها میره میفهمه اما حکومت کسی فالوده اونم رقمی هست از امی خاطره که ما میخواییم امی حکومت سرنگون کنیم یک حکومت جور کنیم که بتانه مردم افغانستان کمک کنم گپ شما کاملا درست است جناب ایار ما کاملا نظریات شما را تقدیر میکنم ولی یک موضوعی هست که دولت در دولت ما نمیتونیم مثلا حاکم دولت را در هر چی مقصر قرار بده در دولت جناب ایار سید کسایی هستن وقتی که یک نفر که پرکار است زحمتکش است واقعا وطن دوست و ملت دوست است وقتی که تعیین میشه صفحا تلفونا میشه یکی برگرد تلفون میکنن میگن رای تعیین نگیره همین بین مجاهدین تا روزی که مجاهدین در اقتدار است تا روزی که این همین مردمایی که در گذشته ظلم و ستم کردن در اقتدار هستن این ملت جور نمیشه فقط ایاس بزرگوار این قدرتی که شما از طریق میدیا دارید من مطمئن هستم که شما میتونید که ندای مردم بیچاره و مظلوم افغانستان را به گوش سربازا برسانید که طالب کافر را زندتر نگیرند طالب کافر هر جا که گرفتند امون جا و جزای اعمالش برسانند هر کسی که در زندان که طالب کافر زندش از اونجا نگهبانیش نکو پلو برش در خواب نکه و جای این زهر برش بکه که ملت آرام شود اگر روزی که دولت در مقابل هر قتل یا شهادت یک سرباز ملت یک دانه طالب را بکشن باور بکنه که در ملت به یک خیر هم نمیشن و یک از آخر همه بیدم بازی باز به صحبت را تمام میکنم یک چیز دیگه هست امی آقای نیازی و امثال هم دانشگاه علمایی که تقریبا میانه رو هستن مردم هایی هستن که یعنی بدن او به حداقل ملت را از حالت گوسفندی بودن بیرون میکنن اینا وقتی که سر زدن میشن توش دارید دسته های بسیار قوی کسایی هستن که با مذاهب و ادیان دیگر گرویدن و اینا در داخل افغانستان کار میکنن هر جا که میرن کسی او را نمشناسه کی هست به هر نام میرن جواسیس هستن میرن در بین مسجد یا هر جا میگن با برک نماز خواندن آمده و این کارها رو میکنن ملت باید روشن شد ملت باید کار بکنن و خود ارگان های استخباراتی در این مقابل در مقابل در بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم بسیار تشکر روی خط هستم دوست عزیزم بفرمایید سلام آقای خوب هستید سلام دوست عزیزم خوب هستید بفرمایید تشکر آقای ایار ما یک موضوع میخواییم برای میلیان مطالم وضع بسازم که از بس که در افغانستان مرسالاری هست بله همه که فکر میکنن که باید هر چیزی که یک مرد میگه خانمش مخصوصا اولاد خود امریکا رو در قصه از این نیستن که پدرشان چی میگه مادرشان از لحاظ ایدئولوژی و افکار سیاسی میگه بعد کس مرد خود داره یا گاهی بعضش علاقه دارن بعضش هیچ علاقه ندارن اما در قسمت خانما به نظر من این ضرور نیست که هر چیزی که شوهر گفت قدم به قدم قدم به قدم افکار شوهر خود نظریاتش ایدئولوژیش تعقیب کنه چون زن به حیث یک انسان خودش عقل و اوش و نظر خود دارد کاملا اما هیچ کس به اینمی توجه نمی کنه و همیشه یک زن از اون شوهرش می شستن خوی خانم فلانی خود از اون دختر که من خود شخصا از این قسم نظریات ناراحت هستم برای اینکه یک زن هم می تونه نظر خود داشته باشه در پروی از این که به شوهر خود و به فامیل خود داره کاملا ما با شما موافق بله بفرمایید دوم و در قسمت از این مولوی ها که اینا شهید شدن یا زن دستن اگر اینا رو ما خوش داریم یا نداریم اون مسائل یک طرف بانیم اما امی چطور این صورت میگیره که
تیر پلان میکنه، اینا از طرف کی از بین میرن، چطور میتونن که برن و بسیار راحتی و آرامی مواد منفجره رو ببرن در اون جایی که اینا خطابه میتن در منبر این جاسازی کنن، در این کی دست داره؟ اگر طالب قدر خبرت داره دیگه که در وزیر اکبر خانه که جای بسیار به حساب کارتی دیپلومات ها سنندر میست و روس و دولت در اونجا بسیار اهمیت گرفته، اینا با بسیار راحتی میرن جاسازی میکنن و شخص مورد نظر را از بین میبرن و در کارتا این که از صورت میگیره خیلی که طالب دیگه هیچ بسیار قدر قدرت داره که به این شوانو بایدیه کمک رو چپر کنه و کاملا او چی خودم افرانه خودم مریده سوزن نه طالب حکومت کاملا هیچ ایره کسردی کس نمیزنه که از طرف کی پلان میشه کی در عملی میسوزه و بالاخره عدف از این کار چیه بخاطر از دیست که بخاطر مذاکرات سال با طالب هستی موضوع یا یکی کدام موضوعی دیگه دهی یعنی شامل هست یا دخالت داره سرزی کمتر کس گفت میزنه. اما برای شما بسیار تشکر من مدنان یعنی این علمات دارن که آیا کی در این دست داره آیا حکومت دست داره آیا امنیت ملی کار خودش میکنه. خب بسیار خوب، ما بسیار خوشم دوستایی که در این قسمت اگر معلومات دارن، اما برای شما میگم که کشتن ملا آسانترین کار از افغانستان. در افغانستان شما اگر بخواین که ملا رو بکشن آسانترین کار است، به خاطر از اینکه در افغانستان ملا مجبور است که در مسجد باشد در وقت نماز، ولی ملا خو نمیتونه که مردم را چی بکنه، مردم را بگیره که در مسجد نمانه، مردم هر روز تلاشی کنه و تو که شد خب مردم دیگه در مسجد نمه، خودشان در خانه میشینن. از این خاطر است که مردم نمیتونه که تلاشی کنن نمازگزاره، بنان بر نمازگزار یا بر کسایی که میخواین که ملا بکشن بسیار یک چیز آسان است که اینا را چی کنن بکشن، از این خاطر جلوگیری از این بسیار سخته. اما در افغانستان ترورای صورت گرفته که با مراتب سخت‌تر بوده و در کلگیش آقای غنی، سفارت انگلیس، سفارت امریکا، سفارت پاکستان یکی از یا حتمی شامل هسته. روی خط هستین دوست ازم بفرماین. سلام علیکم آقای شکر دارید. شکر دوست ازم، شما خوب هستین بفرماین. چی را دوست ازم بفرماین؟ صدا شکست. دوباره تکرار کنین خوده؟ من گفتم امروز شجاعت را واقعا قابل تحسین است چون شما یک برنامه خاص دارید. بسیار تشکر. شما هیچ وقت مورد پرست نبودید در کم دیگر افغان آورید. به هیچ وجه. شما گفت تو نیا کرد بودن با وقتش. از اول برنامه میتونه که ما دیگه تا آخر برنامه باید ما افغان هم میرکن باشه. باید ما چیزی که داریم نه مردم رو ببینیم باید نه مردم رو ببینیم. بله. بسیار خوشحال شدم. ما بسیار تشکر میکنم وقت دیدم شما روی خط استاده به موقعتش. بله واقعا ما دمی 8 سال همی هر کس که همیجا بوده میفهمه که ما دمی اگ را روان استیم و رای ما با دلیل و با منطق تو نیست که بی منطق آمده باشیم. همی هر کسی که آمده دینه میجا که ساده شده که گپ بزنه ما وقتش با دلیل و با منطق گپ زدیم، پتام نشدیم، احترام نکدیم که مردم را اجازه هم نتیم، اینجا مخالف هم گپ میزنه میمانمش موافق هم برای دوشان هم جای دادیم مردم. بله ها بفرماین. کامنتار دیدیم بعضی دوستا اصلا بعضی دوستا چیزای نشته میکنن، اونا میتونن که اصلا برنامه شما را نبینن. بله منفی نشته کردن کامنت چیزا باید از فرنگ ما دور شدن. بله باید مثبت بگینیم کاملا. وقت تناول نمیگیرم. بسیار تشکر، خوشحال شدم دوست عزیزم. بسیار تشکر.
اما تنهای ما بالاخره باید یک اخلاق نو در خود پرورش بتن. کسایی که با بد اخلاقی عادت دارن، با ده و با دشنام، همی دوستای خودم باید سالا میفتم دو نزن یا یه دو نمیزدن همی کسایی که طرف دارم هست. اما شما که نمیشه مین دو میزنین، باز باعث از امون میشه که مردم به رسول الله را دو دهد. این حاله از این خاطر همی کار را نکنین. همی اسلامی شما میست که دو نزن، که کس دو نزن رسول الله ده یا خدای ده. بخاطر کل اگه خب این چیزا باور نداره، خب تو دو زدی یا مه رسول الله را دو میزن و باز بر ما هم بد است، بر تو هم بد است. از این خاطر امو دو نزنین. بر ما آیا تاثیر میکنه؟ اصلا. شما میتونین که اخلاقتان هر رقمه که میخواین چیکنین، رسامی کنین. ما هستم، تو هستی، چی رقم خود رسامی میکنی؟ اونمو روی خط هستین دوست ازم. روی خط هستین دوست ازم، بفرماین. سلام علیکم ایار. سلام دوست ازم، بفرماین. شکر. امروز پروگرام تان بخاطر امی دو مولوی مشهور افغانستان پروگرام گرفتیم. اصلا امی بود، اما چیز در برنامه ما باز است، یعنی به هر چیزی که شما در ای باره گپ میزنین، در ای باره یا هر باره که گپ میزنین. درست. اولا این دو نفره که شهید شدن واقعا ما دیگرخون شدیم کاملا، و خاطره ای که دیگرخون شدیم این دو مولوی مردم را به خاطر انتحار انفجار و سربریدن دعوت نمی کردن و یا هم طالبان را غیر مستقیم نصیحت می کردن و این تو جوان نمی گرفتن به خاطره که به عدالتی های که به دولت بود از کرده تاغنی و این به عدالتی و بیکاری و هزار چیزهایی که در دولت چه دولت رخ داد یاد می دیدن و ایران می دیدن چه کنن چه رو بیان. بله طالب ها دم طالب ها می گیدن یا دم از یار ها چون یاد به کامل بودن می دیدن سر از نیا انتقاد میکردن یا کرد و این که سر خود تا نگان نتا انتقاد کرده بودن علمت جدی بود که خود ما انتقاد از خود دارم. بله نه به ایش وجه و خاطره که کمولیست ها که اومدن مردم ها یعنی چهله کردن انداختن در دین مردم. بله و مردم در از یا خیلی این نتیجه کارش بود که باید روز بچه حالت رسید افغانستان. بله و خودتان نگام که از پروگرامای بریشن هم که حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم یاده که یک شب بود مثل ما و تو در این طرف بنده خدا بود، اما درجه بلند داره با پیش ما شما یک رهنمایی بود که مردم از جهالت دعوت کرد برای انسانیت. صحیح نیست؟ نه صحیح نیست. ما مجبور هستم بسیار ببخشیم. نه دارم نه او را دارم. نه ما امی قسمت چی را که شما گفتین که به حضرت محمد عقیده ندارم و دارم و به چی عقیده دارم؟ به ای که حضرت محمد وسیله آوردن قرآن شده. شخصا به حضرت محمد ایمان ندارم، چرا نظر به قرآن حضرت محمد تنها پیرو بوده. بله ایمان داشتن تنها به خداوند از ما ایمان داریم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم مثل این پیغمبرهای بوده برای خاطر رهنمایی بشر خداوند یار فرستاده و مردم یعنی کلانکار خراب نکت محمد مردم رو بودید این رای خوبی دادن و این که ما مثال خود دمیم آقای شفیه ایار صاحب نه؟ بله برای بوده نه یعنی که احترام بود اگر تنها بودید ایار این من دادم از گفتم ایار خوب است که این رقم به اطلاعی نمی خواهده و خود تو دایگر در اون دفعه در پروگرامای درزت محمد اکت سبق نگیری اینجا ما نمو بسیار چی بینم تار و غذاب میشن و در
بله. مردم اگر خود خنده کرد یا نه بله میلان شاه خودتان همه چیز را میفهمید و جا مردم را بینید خاطر جمع کرد که امان ما برای اکی خدر دشخن در اون خنده که ما خودم واقعیت بخاطر در پروگرامه جمع شدن که پروگرامه بسیار خوب شد در اون سر کت و پیش نکنه و خنده نکنه و چی خوشم نه منطقه اینمی گفه های که فایده است مانه تو عزیز منبر گفت میدهی ما ایرا دوست عزیزم اجازه بدین که ما بگویم چرا یک تعداد مردم محمد در پالوی خدا شاندن و اگر شما سعی کنین در برنامه ما صد بار آمدیم حتی اون نفر که استاد دانشگاه بود رئیس دانشگاه بود ملا کوثر که آمد با ما گفت که شفیع یار میگه که رسول الله شک داشت در اون چیزی که خدا برش رایی کرده بود. ما برش ماندم گفتم بله آیه 94 سوره یونس و او گفت که این مرتد است این کافر باید کشته شه چون اول خدا عالم است بعد از اون محمد. شما سعی کنین خداوند تمام جهان خلق کرده عالم است بله محمد سر سوزن هم خلق نکده بود جور نکده بود حتی کار هم در زندگی خود نمیکرد یک یاد مردم دو میزن و میتونه اما همی کار هم نکرده بود بنان برازی که ما اینمی شایعات پس کنیم مجبور استیم که همی رقم عمل کنیم که تا خداوند در پالوی پیغمبر تنزل داده نشه و پیغمبر در بالای خداوند قرار داده نشه بنان ما مطابق قرآن که میگه که پیغمبر ما با آن چه به تو رایی کرده ایم پیروی کن بنان امی اطیع الله که میگیم اطیع الرسول بسیاری ها فکر میکنه که اطیع الرسول که میگی در واقع از رسول علایده از خدا علایده باید پیروی کنی در واقع پیغمبر اطیع الله میکرد با پیروی از قرآن ما با پیروی از قرآن از پیغمبر پیروی میکنیم پیغمبر از خود کسی نبوده که ما در دنبالش باشیم پیغمبر اتن نبوده که خداوند در جای قرآن نگفته که ما در قاط کل بشریت پالیدم یک نفر خوبترین پیدا کردم و او را به شما رایی کردم که شما را رهنمایی کنه پیغمبر میگه ما به تو قرآن رایی کردم توی را تعقیب کن از کل کرده زیادتر پیغمبر پیرو قرآن بود ما با پیروی از قرآن پیرو هم پیغمبر هم خدا می باشیم یا میگن نه اطیع الرسول که یعنی از رسول علایده از خدا علایده ما این چیزا که میگم برای مردم این چی می آید این توهین می آید بیاید ایار خودت که میگی اینا گفتار خودت و هر کسی که میگی که مردم خوشش نمیاد یعنی که ما و شما همیشه که میگم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین عالم و بودن الان بخاطر که پیغام آخرین پیغمبر از مردم از جهالت و گمراهی دعوت کرد و وقتی که موهد خیلیم بسیاری مردم خوشش نمیه خب یکی مردم سعی کنین 1400 سال ما دین خدا بر قتل و کشتار استفاده کردیم هر وقتی که یک نفر انتقاد کرد ما چی گفتیم او بیادر تو در سر دین گپ میزنی نه او بیادر نه من اینه میره نمیخوایم ایار شاید که گوش کن مثلا کشتار کرد برای توی خوبکل ایمه کمه ایک وقت مسلمان ها سر کفر اینه حملوار نبودیم نکردیم ما دفاع کردیم ایره خب من میگم شخص بزرگ کمی دو دانا مولوی زیار بشادت رسان هم چی کردن؟ طالب های ساختگی کار کردن ما شما باید از طالب هستی کردن طالب هستی همینی همینی نیازی ساید این وقت بدر غیر همیشه همین تبلیغی به خاطر هم بستگی بود نه سعی کنین این باز اوی تبلیغات دوستانه و رفیقانش که بود علایده است اما من یک هفته پیش شماندم بعد از این و پیش از ایشان دیروز ماندم کته آقای عزیز مفلی که رئیس جمهور آمده بود ملا امام مسجد درس اسلامی میداد در مسجد خودش خودش رقم کلینر ها استاد بود بله بله میکرد و خنده میکرد و و بله
فهمیدم که این حضر او گفای سر گفای جابنی خنده داشت نه 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 سعی کنین خب بیا بگیریم که او را سرش خنده میکرد من خب میگم که به تایید خنده میکرد اما یک ملای امام یک ملای امام در مسجد خطبه از اوست ریاست از اوست برای اشرف غنی بارگاهش و تخت و ریاست جمهوریش در ارگ است ایج مقر ملای امام بود برای ازی که بیشینه دو دسته بسته و خنده کده بره ولو که باز برای ما و شما پشت پرده بگه که من خنده میکدم غلط است ولی نه نه باشین باشین نه باشین ما شما را به قدر کافی وقت دادم دوست عزیزم سعی کنین شما ما برای شما کلپ ماندم که سه روز طالبا به خاطر که نفرایشان خلاص شد حتمی بین شبکه جاسی بود که سه روز نکشین که ما نفرایتان را اعلام کنیم ایاز نیازی آمده بود جوانمردی از یار ستایش میکرد در 25 سالی که کشته بودن یک روز نامده بود که لعنت خدا به سر تو طالب که در روز عید کشی در روز ازی کشی در این روز ازی وشو که نوزاده کشی نه باشن باشن من میمانم من میمانم باز شما هم گپ بزنین بازی شطرنج باید مراعات کنیم این رو مراعات کنین حال چالم از چال خودت هم ماندم در او طرف که طالبا را مردان صفتی میداد باز 2000 طالب قاتل که غنی را یک کده بود که در جبهات جنگ بره او را یک عمل بسیار نیک معرفی کرد یعنی اردوی ازی و باز مردم در این زمان سر مردم که گپ میزد که در مخانگک هایتان بشینین در ایجه نبراین تا که یک نفر ضرورت نداشته باشه اینا را ما تو نمیبینم که از دید عمومی ببینم من میگم تو یک ملای امام کلانترین مسجد هستی تو یک شخصیت هستی که خودت هم میگی که من یک آدم سیاسی هستم دین اسلام هم حکومت هستم سیاست هستم کل چیز خیلی تو چرا اینقدر عرض هستی که سیاست هم نمیفهمی که در این وقتی حال خود چپ میگرفتی تو چرا آمدی از طالب به حیث قهرمان یاد میکنی که در سه روز ما را نکشین 25 سال کشته یک روز نامدی در سه روز یک چک چک داری اشرف غنی که 2000 نفر را اله کده چک چک داری که بسیار کار خوب کردی از اون هم 2000 یکیش آمد تو را پراند یکی دیگهش عزیز مفلی را پراند یعنی مانایش ایست که یا مردم پیرو حکومت میخواستن باشن که حکومت هم خوبه طالب هم خوبه غول ما هستیم که در این کرونا از خانه خود میبراییم بیشی در خانه خود تا هم در کرونا خیلی دروازه مسجد بسته میکنی که همو بم زیر پای خودت نمیمانده یعنی 30 ثانیه دیگه شما بگوین چون دیر بس کردیم از پیشتان میرم خود سعیدم یاده آقای 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 نه او چیزایی که او چیزایی را که شما Pero
نه بسیار تشکر. ما بعد از 45 سال تجربه که در افغانستان دارم یه چیزایی را که من میگم بس اساس عمو درک میگم. ما را ما را به هیچ اعتبار نمی کنیم که واقعا عبدال معصوم از روز باشه. ما نمیخوام. سر خودت به اعتبار بزنیم یا رفتم اعتبار از پیش از دفتر. یعنی خیر است. ما برای شما این را میگم که از 8 سال پیش که ما تا حال آمدیم تا امروز ما یک مسیر پرخم و پیچ پیمودیم. امروز آقای ایاز نیازی و عزیز مفلر اکیاد ما به خاطر از اینکه فارسی زبان است میخواهیم گپ نزنیم در سرش، مگر اینا برای ما اونمو قدر نقص رساندن که طالبا حتا بدتر از او اینا ما را به خاموشی سوق دادن، اونا ما را کشته رفتن. اینا به عیسی یک عالم دین که خودشان میگن که هم اسلام دین است هم حکومت است هم سیاست، هیچ وقت استاد نشدن، هیچ وقت نمونه نشد. نه اینا خب ما میره میگم اینا سعی کنین نقطه که شما باید مد نظر بگیرین. نه اینا ما بر شما میگم گپ سر از این است که چی میگفتن، گپ سر از این است که چی نمیگفتن. گفتن و نگفتن هر دوش و دست از یا بود. حالا چی حاجت بود که تو بیایی که والا اینا طالبای کرام نه 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 او خیر نه نه او خیر او ما سر از او گپ نمیزنم. ما به او حق میدادمشان. شما مرا دیدن که من در سر ایاز نیازی در این وقتهایی نمیامدم. عزیز مفلی که آمد گپ زد برش به خوبی گفتم که یک آدم خوب هستی دیگه گپ نزن، همه قدر بس است. یعنی من میتونستم بسیار چیزا بکنم اصلا، یعنی دوستانه کتش پیش رفتم. سر ایاز نیازی دمی دو سال سه سال شما ندیدین که من گپ زده باشم و خاطر از اینکه اینا زیر فشار پاکستان بیاز بودن، من نمیخواستم کال یک فشار دیگه از طرف من سر از یاد تمیل شد. این کار را نمیکردم. این مردم های خوش ندارم پر ایوان رو میکنم برش که اینا ایوان بایدار محمد دوزن ایوان ایست کرد همه خاطر رو پارش کن. اینا لسای کنین، ما شما پیشتر گفتین که یا بیچارا خیلی چی میگفتن خوکش نمیشدن. ما گفتم نه ایجا گپ سر گفتن نیست، سر نگفتن که چی باید نمیگفتن. تو چی حاجت است که سه روز طالبا به خاطر که نفرهاشان علاش و مردم نکشه و تو بیا یک چک چک کنی قهرمان بگوی؟ این را باید نمیگفتی. یکی مرا دو زدی خیر ما خونه سکوت کرده بودم، هیچ من آمدم که سر ایاز گپ بزنم. امی آقام نه یک دقیقه نه یک دقیقه سعی کنین نه یک دقیقه یک دقیقه دوست عزیزم یک دقیقه ما گپ میزنم. عزیز مفلی آمد با انسانیت برش گفتم چی نکردمش به خاطر زیر دو فشار بودن، نمیخواستم فشار دیگه. ما ایره میفهم که عزیز مفلی بر علیه اشرف غنی کار نمیتونست و او دیگه هم مجبور بودن او خود پفف کده بخورن. بسیار خوب او تا پفف میخوردی، اما یه گپ نزن که اینا قهرمانی کردن، یه گپ نزن که اشرف غنی 2000 الا کرد یک چک چک. اینی را که گفتی مانایش ایست که از او آشیه بر آمدی، یعنی خود در مقابل مردم قرار گرفتی. چپتا میگرفتی، نمازتا میدادی، میگفتی زورم نمیرسه دیگر را سترور میکنن. اما اینی جا که آمدی اینی چاپلوسی را کردی، باز خود در تیرس مردم قرار دادی. ما گفتیم چیز چیش؟ چیش خوشم نامه؟ گفتم به خیانت هایی که در مانوستان شده یک کردم، اما این که وزن سنه این که نه این سعی کن ما ایره به یک کس دیگه میتونی بگوی، اما سعی کن. من اینه 8 سال است اشرف غنی را من 7 سال پیش گفتم که پسترین رئیس جمهور میباشه. نه 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 معلومدار نبود، معلومدار نبود، نه این معلومدار نبود، نه 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 این معلومدار نبود، نه امروز میتونی بگوی کل مردم میفهمه. اما اگر 7 سال نه 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 آله آله نه خودت آله میفهمی. 7 سال پیش ما به کلان چیز رئیس انتخابات اشرف غنی زنگ زدم 7 سال پیش که برادرش گفت همراه برادرم گپ ده. برای ما او گفت که آقای ایار سر اشرف غنی هیچ گپ نزنین، ما برنامه هایتان میبینیم شما ایرم مشهور میسازین. ما در کلم آمد که ای ساده رسای که
این فکر میکنه که ما غنی را مشهور میسازیم، تو انوز پشت پرده را اید نفهمیدی. مردم 7 سال پیش غنی را خیال مولی نمیکردن به خاطر که نمیفهمیدن. ما 8 سال پیش 7 سال پیش گفتم آل خودت میفهمی، آل 100% میفهمی، او وقت نمیفهمیدی. اینمی نفرا که خودت میگی چرا یه خنده کردن، نه من در خندهش قار نیستم، من در اینی قار هستم که ایاز نیازی را که خودت قهرمان میگی یا دیگرها قهرمان میگه اونوج اعلان کرده بود داوود طلبانه. نه 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 شهید خواهید نیست، به خاطر که شهید چی است؟ یک کسی که در جنگ داغ برای اسلام میجنگه کشته میشه اونو شهیده. ای که مثلا استاد سیاف نه 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 تو بیا در قرآن برم بکش که یک جای گفته شده باشه که ملا اگر در منبر کشته شد شهیده. نه قرآن اسلام، اسلام اینمی قرآن هست. ما برات میگم که کسی که در میدان داغ نبرد بر اسلام کشته میشه شهیده. باقی حالا استاد سیاف در ها میره بم میپرانن، استاد سیاف شهید، او دیگه شهید، ای دیگه شهید، او دیگه ای، کل مملکت از شهید پر شده. نه اینمی اینا ایره ما خو اسلام ما اینمی تفاوت ما و شماست. من این از روی ازی گپ میزنم. اگر در جای قرآن یافتی که اگر یک کس کس به غلطی بکشه شهید میشه، من دیگه گپت قبول میکنم. بله کسی که به ناحق یک مسلمان بکشه در جهنم میره، اما نگفته شده که دیگه شهید میشه به هیچ وجه. این در قرآن نیست. باور اکثر مردم ما باور غیر قرآنی است. بنان من نمیتونم من ایسی یک کسی که قرآن میخوانم و میفهم با خود دهی هم عقیده باشم. من برای شما میگم که جز کسی آل دکتر نجیب شهیده، طرفدارای شهید دکتر نجیب میگه هست. دمی منبر شهید شده. بسیار تشکر. تنها کسی که در جریان جنگ داغ وام به خاطر اسلام کشته شوه اونمو سیاف جنگ میکرد در وقتا، در وقتی که در نبرد بود، اگر در اونمو وقت کشته میشد شهید میگفتیم نظر به قرآن. حال سیاف میره در راه یک از بم میپرانه مرد. این نفر در منبر خود شیشته بی خبر در زیر پاش بم میمانند میکشنش. در وقت کرونا مسجد هم وازموندی شهید نیست اصلا. یک کس مزاکت میگه یار امی چی پرانده امی وزاره رئیس یا وزیر صحت عامه و خاطر یار گفته که مسجد بسته که در کرونا یا نکده قار شده پرانده. در وقت کرونا تو چرا بری در منبر؟ کل مردم بسته شده، می کل امریکا بسته است، همیاله نه مکتب هست نه کلیسا هست نه اوجه. اما بر از یا مهم نبود، اونم مولا انصاری را مانده بودم که میگم این رحمت خداوند است بر ما، این زجر است بر کفار. از این خاطر دوست عزیزم امیدوار هستم که دوستای ما از این یک نتیجه خوب گرفته باشن. ما برای بحث با دوستای ما همیشه حاضر هستم. معذرت میخواهیم که بحث طولانی شد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. از تک تک شما تشکر میکنم.